یکشنبه ها از ساعت 9 تا 11 صبح. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران، مهرآمیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 12 ماه جولای سال 2014 میلادی برابر با 21 تیر ماه 1393 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرفراز و خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 در 670 AM KIRN رادیو ایران همراه با فرشاد بلندیان، کارگردان فنی برنامه، با شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقمندان شب زنده دار خودش از ساعت 12:30 شب تا 2 بامداد امشب تکرار خواهد شد و بعد هم در سامانه homosarshar.com در آرکایوش میتونید برنامه ها رو پیدا کنید و هر موقع دوست داشتید گوش بدید. خب، چای اول رو بریزید و بنشینیم ببینیم که برای شما چه برنامه‌ای رو تدارک دیدیم امروز. خب، یه نگاه سریع بیاندازیم به رویدادهای هفته گذشته، ببینیم که از این اتفاقاتی که افتاد کدام یک از رویدادها بیشتر در ذهنمون موند و روی ما اثر گذاشت. این قضیه کودکان پناهنده در مرزهای آمریکا، در مرزهای غربی آمریکا، هر روز قضیهش داغ‌تر شده، تعداد این بچه‌ها زیادند و آقای پرزیدنت اوباما و کنگره، اعضای کنگره در این زمینه با هم سر ناسازگاری دارن در مورد اینکه چگونه به این مسئله رسیدگی بکنند و در هر حال باید برای این کسانی که به عنوان پناهنده آمدند و مدارک قانونی ندارند روزی دادگاه تشکیل بشه، چون این قانون آمریکاست که هر کسی حق داره که در مقابل قاضی مسئله پناهندگی خودش رو مطرح بکنه و تا اون روز برسه و این همه کودکی که بسیارانشون بدون سرپرست هستن به دادگاه برسن، خلاصه روزهای زیاد، انرژی زیاد و بودجه فراوان از این مملکت میطلبه. در هر حال این مسئله داغی بود در داخل آمریکا. در صحنه جهانی جنگ آتشین و از نو سرگرفته بین اسرائیل و فلسطینی ها، دولت حماس و دولت اسرائیل، قضیه رو هر روز مشکل تر کرده. این دو همسایه که دائم پس از یه مدت کوتاهی آتش بس به جان هم می افتند و در واقع بازنده اصلی در این میدان بچه های جوان هستند، نوجوانانی که از هر دو طرف کشته میشن و بی خانمان میشن و یا شهروندان عادی، به هیچ کدام از سردمداران و حکومتیان این دو مملکت این مشکل رو، وجود این قضیه به این معضل بزرگ، به اونها این اجازه رو مثل این که نمیده که بنشینند سر میز و سر صحبت و حداقل این صلح نیمبندی رو که گاهی اوقات دارن نگه دارن و به کشتار همدیگه خاتمه بدن. مقاله‌ای می‌خوندم از یکی از پژوهشگران سیاسی به اسم آقای مهدی جلالی تهرانی تحت عنوان درد تلخی که از داستان اسرائیل و فلسطین هر بار می‌کشیم، و اشاره می‌کنه به حکومتگران اسرائیل، حکومتگران فلسطین و ما ناظران، و اینکه هیچ کدام از این سه دسته کار خودشون رو درست انجام نمیدن و هر سه در بدویت سه سویه مونده این قضیه و حل نمیشه، چون که همه این مشکل سر تعصب و مسئله است که بیشتر از اون که سیاسی باشه، مسئله تعصب بین دو ملت و دو حکومت هست. مرگ آقای محمد گیلانی، قاضی شهر، که به جلاد بزرگ مشهور بود و دوست همراه او آقای اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب،
به اتفاق حکم اعدام بسیارانی رو صادر کردن و گفته میشه که خود آقای محمد گیلانی حکم اعدام پسران خودش رو هم اعلام کرد. هفته که گذشت یک از خبرهایی بود که از داخل ایران شنیدیم، نامزدی جوایز امی اعلام شد و فیلم یا برنامه Games of Thrones با 19 نامزدی، یکی از مهمترین شوهای تلویزیونی اعلام شد برای گرفتن جایزه ایمی، و همچنان یکی از این سریال ها که به اسم Breaking Bad هست و Modern Family جلو هستن و HBO هم از نظر تعداد کسانی که نامزد شدن از بقیه کانال ها جلوتر است. مسئله تعقیب قانونی سایت آمازون از طرف FCC یک مسئله خیلی مهمی بود در داخل امریکا، چون آمازون اجازه میداد که بچه های زیر سن 18 سال بدون اجازه پدر و مادر از اونجا خرید کنند و کم کم سر و صدای بسیار از پدرها در اومد، پدر و مادرها در اومد که بچه ها همینجور از کردیت کارت های پدر و مادر استفاده میکنند و خرید های بیمورد میکنند، و در این قضیه FCC که Federal Communication Committee هست وارد میدان شده و آمازون رو سو کرده که اجازه نداره چنین کاری رو بکنه، باید استفاده از کردیت کارت ها توسط بچه ها با اجازه پدر مادرها باشه. از آقای نوام چامسکی، فیلسوف و زمانشناس مشهور امریکایی شنیدیم که در از ایران خواسته از سیاستمداران جمهوری اسلامی تا مرضیه رسولی، روزنامه‌نگار محکوم به 10 سال زندان و 50 ضربه شلاق را آزاد کنند. حالا چقدر اثر بذارن به گفته آقای نوام چامسکی، چون در ایران خب خیلی طرفدار داره ایشون، باید وایسیم رو ببینیم. یکی از نکات جالبی که در مورد فوتبال جام جهانی که فردا روز فینالش هست گفته میشه اینه که دو رقیب سرسخت برای اولین بار می نشینند و دعا می کنند برای اینکه تیمشون ببره، و این اتفاق ممکنه هرگز در گذشته که نیفتاده در آینده هم نیفته، و این دو رقیب سرسخت دو تا پاپ هستن که همزمان زندن، یه پاپ آلمانی است و یه پاپ آرژانتینی، و تصاویری که از این دو کشیدن و کارتون هایی که کشیدن که هر دو دارن برای کشور خودشون دعا می کنند و در کنار هم حسن می گویند که اتفاق است که هرگز هم ممکنه دیگه در آینده اتفاق نیفته که دو پاپ با هم زنده باشن و تیم‌های کشورشون به جام جهانی، به فینال جام جهانی برسه. حالا در ایران هم شوخی کردن، گفتن که مردم آقای خامنه‌ای به اندازه کافی برای تیم ایران دعا نکرده که برنده نشده. آقای جان کری برای میانجیگری در بنبستی که در انتخابات افغانستان به وجود اومده به کابل سفر کرد و با حامد کارزای و دو نامزد دور دوم انتخابات ملاقات کرد، آقای عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، که ببینن چه کار میتونن بکنن برای این بنبستی که اونجا به وجود اومده. بعد در ایران ستاد کل نیروهای مسلح درباره هنجارشکنی فرهنگی سر و صدای زیادی را انداخته و این منظورشون هم مسئله حجاب و برداشتن حجاب و عکس گرفتن و گذاشتن در رسانه‌های اجتماعی سوشال میدیا است سوی زنان ایرانی. دو مرتبه حتما میخوان سخت بگیرن به زنان ایرانی. دو سناتور جمهوری خواه آمریکا، سناتور مارک کرک و سناتور مارکو روبیو، پیشنویسی رو طرح کردن و تقدیم کردن به کنگره برای تشدید تحریم‌های ایران که این بار نه در زمینه مسائل اتمی است بلکه در زمینه حقوق بشر، و خواست این دو این هستش که آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی هم به فهرست تحریم شدگان ایالات متحده اضافه بشه. شکایت پرسر صدای آقای جورج کلونی از روزنامه انگلیسی دیلی میل سر صدای زیادی کرد هفته گذشته، چون دیلی میل نوشته بود که مادر نامزد آقای جورج کلونی، مادر خانم امل علم‌الدین که وابسته به فرقه دروزی هستند که از شعبات اسلامه، مخالف ازدواج دخترش با جورج کلونی است که آقای کلونی گفته اصلا این صحت نداره، و هرچند که دیلی میل معذرت خواهی کرده ولی آقای جورج کلونی معذرت خواهی رو نپذیرفته و میخواد این شکایت خودش رو ادامه بده. دیلی میل از این روزنامه های شایع پراکن فراوانه و از اون روزنامه هایی که خلاصه به همه، به پرپای همه میپیچه. برای دوستانی که نمیدونن، دروزی ها از طایفه هایی هستند که
بیشتر از 700 هزار نفر در تمام دنیا نیستن، بیشتر در لبنان و سوریه و اردن و اسرائیل، و گفته میشه که از طایفه پدرزن موسی پیامبر یهودیان هستند، از بازماندگان اونها. آقای ادوارد سنودن هم گفته که داعش ساخته دست امریکا و انگلستان و اسرائیل هست و این از پیش این برنامه ریزی رو کردن که تمام کسانی که مذهبی هستن و خیلی خیلی دو آتیشه یه جا جمعشون بکنن و بعد اینها رو یه جوری یا سربنیستشون بکنن یا اینی که محدودشون بکنن، در جای نگرشون دارن. و خلاصه پیام داده به جهانیان که این داعش رو حواستون باشه، چون اینا دست پرورده FBI و CIA و از این قضایی هستن. خبر دیگری هم که یونسکو اعلام کرده اینه که نرخ بیسوادی در جهان و 166 کشور رو اعلام کرده. ایران در این میان رتبه 86 گرفته و گفته شده که 10 میلیون بیسواد مطلق در ایران هست، 10 میلیون کم سواد با تحصیلات ابتدایی و 10 میلیون که بیشتر از مقطع راهنمایی تحصیل نکردن، و در نتیجه چیزی کمتر از یک کمتر از نیمی از جمعیت ایران از مسئله بیسوادی رنج میبرند. دو شخصیت هم در هفته که گذشت درگذشتند که در جهان اثر گذاشتند. یکیشون آقای ادوارد شوارنتسه بود که دیپلمات و اصلاح طلب شوروی بود و وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی، که گفتند که او یکی از کسانی بوده که این تغییرات و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو سرکردگی کرد و او روز 7 جولای درگذشت و از او صحبت کردن و نوشتن و گفتن. و دیگری یک بانوی محققی که در روند تکنولوژی جدید دنیا تأثیر گذاشته، کمتر کسی اسمشو شنیده، خانم استفانی کوالک، که بر حسب اتفاق یک مادهی رو کشف کرد در لابراتوار خودش که به اسم کولار معروف شد، و این ماده اکنون گفته میشه که از چدن و از بسیاری از فلزات دیگه محکمتر هست و از فولاد حتی، و برای مصارف فوق‌العاده زیادی از جمله جلیقه های ضد گلوله و مصارفی در داخل آشپزخانه ها، این تفلان هایی که میبینید الان دارن از اون استفاده میکنند، و برای هواپیمایی و تکنولوژی پرواز و اینها هم مورد استفاده قرار میگیره. و به نوعی این خانم همه جا حضور داره به دلیل این اختراعی که کرده، و اختراعش هم جالب این استش که خیلی اتفاقی بوده. خب فرشاد خان بریم و برگردیم و خیلی سریع به همه خبر رو سر زدیم تا بقیه برنامه رو خدمتون تقدیم کنیم. شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، Tax Advisor and Investment Planner، و من نازنین باروتی، Estate Planning Attorney، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 جام جهانی فوتبال برزیل، میزبان پرطرفدارترین ورزش دنیا، میادگاه 32 تیم برگزیده جهان، 64 مسابقه فوتبال و در نهایت یک قهرمان، همگام با جام بیستم، برنامه ویژه شامل آخرین اخبار و تفسیر مسابقات فوتبال جام جهانی از 2 جون تا 13 جولای 7 تا 7:30 شب، تقدیمی اشرف حبیبی، کارشناس رسمی امور مهاجرت و سوشال سیکیوریتی در کالیفرنیا. عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد. بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی. فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود. خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو. داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست، از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست. از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست. گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی. تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81 670 AM Los Angeles. بازتاب خبر. یاران، در هفته‌ای که گذشت، در واقع روز 18 تیر، سالگرد وقایع 18 تیر در ایران بود در سال 1378 و به همین مناسبت نگاهی روزنامه‌نگاران، اهالی قلم، فعالین حقوق بشر به گذشته می‌اندازند و اتفاقاتی که در اون سال‌ها افتاد و به تبع با نام‌ها و چهره‌های آشنای آن زمان یاد اونها رو می‌کنیم و یا اینکه سعی می‌کنیم گفتگو بکنیم. من دوست داشتم که با آقای احمد باطبی در این زمینه گفتگو بکنم و بپردازیم به قضیه 18 تیر و ایشون با محبت فراوان قبول کردن که این گفتگو رو انجام بدند، ولی خودشون هم نکته بسیار جالبی رو عنوان کردن در گفتگو که با هم دیگه داشتیم، اینی که به جای اینکه بپردازیم به گذشته و هی تکرار بکنیم چیزی که بارها در موردش صحبت کردیم، بهتره موضوع دیگری رو مطرح بکنیم، به نوع دیگری، با نگاه دیگری به این قضیه و به این سالگرد نگاه بکنیم و اون اینی که چه میشه در آینده کرد. و من از ایشون ضمن سپاسگزاری فراوان که میدونم کمتر مصاحبه میکنن در این زمینه ولی قبول کردم با ما صحبت بکنم و تشکر میخواستم در این فرصت ازشون این سوال رو بکنیم و دیدگاهشون رو به این که آنچه که گذشت به ما چه درسی داده و برای آینده چه کار میتونیم بکنیم رو از احمد باطبی بشنویم که فعال حقوق بشره و الان مدت هاست که در امریکا به سر میبره بعد از دستگیری و بعدم حکم اعدام، صدور حکم اعدام و بعد زندانی که 9 سال زندان پر از شکنجهی که تحمل کرد و اکنون در شرق آمریکا به کار فعالیت های حقوق بشری و روزنامه نگاری خودش مشغوله و من بسیار بسیار ممنونم که این فرصت رو به من داد با او گفتگو بکنم. آقای باطبی، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم. سلام میگم خدمت شما، عرض ادب و ارادت خدمت شما و شنونده های عزیز شما در کالیفرنیا و میدونم سراسر دنیا صدا رو میشنوم، مخاطب دارین و همه مخاطب عرض ارادت میگم در خدمتتون هستم. محبت دارین و لطف دارین. میبخشید که واقعا من میدونم با خودم صحبت کردم، گفتید هر وقت نزدیک 18 تیر میشه و در این مورد صحبت میشه شما واقعا متاثر میشید و کم کم دیگه دوست نداری راجع به اون صحبت بکنید، ولی خیلی لطف کردید که قبول کردید که با من صحبت بکنید، اون هم به دلیل این که پس از گفتگویی که با هم داشتیم این فکر رو شما به من گفتی و من دیدم چقدر فکر زیباییه که خب بالاخره این اتفاق افتاد، ولی ما چه میخوایم با این اتفاق بکنیم، چه نتیجه این میخوایم بگیریم، نگاهمون باید به گذشته باشه یا به آینده. شما بگید که چی دلتون میخواد آقای باطبی و یا چی درسته که انجام داده بشه در این سالگردهایی که اتفاق میفته و ما همه به یاد ایران میفتیم، به یاد اون روزگاران سخت میفتیم و به یاد فجایعی که به مناسبت‌های مختلف در سال‌های گذشته و در دهه‌های گذشته اتفاق افتاده. بله خانم، ببینید من این صحبتی که می‌کنم صرفا در حد اطلاعات، تجربه و در حد و اندازه خودم، نه توصیه به چیزی میکنم و نه اینکه خود نکرده بخوام راهکاری چیزی بدم، در حد خودم صحبت میکنم، تجربه خودم و چیز اطلاع فکر میکنم درسته. یکی از همجور که شما خواهم بودیم، یکی از مشکلاتی که ما در موضوع مسائل اجتماعی تاریخی داری این است که هر سال صحبت میکنیم و تموم میشه میره سال بعدم دوباره یه تعداد آدم ها میان توضیح میدن که چرا مثلا اینجوری شد، اون اگر اون اتفاق نمیافتاد چه اتفاق میافتاد. اینها به نظر من به قولی که از دوستان نه به درد دنیا آدم ها میخوره نه به درد آخرت. ارزش یک اتفاق، ارزش یک عمل کرد، ارزش یک تفکر به کارایی اونه که چقدر میتونه تغییر و تحول مثبت ایجاد بکنه یا حتی منفی ایجاد بکنه. نه اینکه چه بود و چه اتفاق افتاد. ما صرفا در مورد ماهیت موضوع صحبت می‌کنیم.
ازش هیچ وقتی درس نگرفتیم یا نپرسیدیم بعد از این چه کار میخوایم بکنیم. این موضوع همونطور که شما فرمودین من ناراحت میکنه در مورد صحبت کردن، نه برای اینکه من تجربه بدی داشتم، نه برای اینکه خاطراتی مثلا برای من زنده بشه، نه من با چشم باز افتاد دارم با چشم بازم پذیرفتم الانم ذره ناراحت نیستم، اما چیزی که منو ناراحت میکنه اینی که خیلی از دوستان از روزنامه نگاران گرفته و مردم عادی این اتفاق رو سر سال به قول خودشون گرامی میدارن. آدم هایی که به اصطلاح ملحق بودن به این داستان دعوت میکنن، باشون صحبت میکنن و اینها هم خاطرات رو مرور میکنن. تکرار این خاطرات در مرور زمان شده خیلی خطرناکیه به دو سه دلیل. دلیل اول این که وقتی که یه خاطره رو چندین بار تعریف بکنید، شما مثلا با فاصله زمانی توی یک سال به طور خودکار اینا تغییر میکنه، یعنی خاطرات رو شما یادتون میره یه جور دیگه تعریف میکنی و هر چقدر که اینا رو تعریف بکنی از اصل اون اتفاق دور میشید، کم رنگ تر میشه، کم رنگ تر میشه، شدتش کم کاسته میشه، من یادش میره، یعنی الان خود من اگر مثلا این کارو ننوشته بودم خیلی از خاطرات رو یه جور دیگه یادم میاد، واقعا وقتی تعریف میکنم وقتی رجوع میکنم به نوشتم اینا نه اصلا اینجوری نبود. این به اصطلاح پشتایش زمان خاطرات رو تغییر میده و ما با دستای خودمون یک اتفاق رو تغییر میدیم، مثلا یه تبدیل به یه چیز دیگه میکنیم و تغییر نسل بعد میدیم، یعنی اصل موضوع رو تغییر نسل بعد نمیدیم. مورد بعدی این که من فکر میکنم بخشی از این عادت بد هم بین روشن فکر هم بین خودمون خاطر مشکل فرهنگی ماست. ما آدم های گذشته پرستی هستیم، یعنی خیلی به گذشتن افتخار میکنیم و انقدری که افتخار به گذشته میکنیم به اصلونمون فکر نمیکنیم. هزاران دلیل هم واسش وجود داره، دلیل جامعه شناختی بود، دلیل شما میدونید که نفوذ شیعه در ایران چقدر زیاد بوده در طول تاریخ، شیعیان هم اصولا انسانهای رو به عقبی هستن، یعنی اگر نگاه بکنید تمام کرامت ها تمام تولیدات این به اصطلاح آیین مذهبی تا امام دوازدهم میشه، بعد امام دوازدهم غیب میشه و چند صد سال آدم ها شیعیان صبر میکنن و فقط انتظار میکشن که یک آدمی از گذشته بیاد و آینده رو براشون تغییر بده، امام زمان آدمی که غیب شد. به هر حال این نوع نگاه جامعه رو به سمت میبره که جامعه گذشته پرست باشه. بس صبر بکنه، یعنی این حس انتظار، راکت موندن، کار نکردن تو لایه های دیگه هم نفوذ میکنه و لزوما هم شما یاد نیست شیعه باشید یا اصلا اعتقاد داشته، این فرهنگ اینجور ساخته میشه. این میشه که مثلا ایرانی ها حاضرن پول جمع بکنن، میلیون ها دلار پول جمع بکنن، مثلا لوح کوروش رو، کوروش کبیر رو بیارن تو آمریکا یه دور بگردونن که همه ببینن ما در گذشته چی بودیم. ولی این آدم ها اگر ازشون التماس بکنید که آقا 4 تا مقاله حوزه حقوق بشر اومده به زبان انگلیسی، لطفا $1,000 بده تو مترجم اینا رو ترجمه کنه، ما بده تو وبسایت مردم ایران یه چیزی یاد بگیرن، به خدا اگر تونستی از اینا $1,000 کمک بگیرید برای ترجمه. اینه که بده، بحث من اینه، ما باید به آینده فکر کنیم، گذشته هر چی بود تموم شد، حالا از این به بعد چه کار کنیم. چقدر نکته جالبی رو گفتی در مورد همین که قفل شدیم در گذشته و نگاهمون به طرف به عقب به جایی که به جلو باشه، در حالی که خب تجربه در عرصه جهانی هم نشون داده که کشورهایی فرض بکنیم که مثل ژاپن که اونها هم در یه جنگی اصلا از به کلی از بین رفته بودن، یا آلمان که از بین رفته بودن، به جای اینکه بنشینند و عزاداری یا سوگواری اون روزهای گذشته رو بکنن، از تجربیاتشون آموختن برای اینکه آینده و امروزشون رو بسازن و به طرف به سوی آینده نگاه بکنن و چه در جنبه‌های سیاسی و حکومتداری و چه در جنبه‌های اقتصادی و همه گونه. در نتیجه این تحلیلی که الان شما کردید به نظر من خیلی تحلیل جالبی میاد که این رو از قضیه سنتی بودن یا فشار سنت یا حضور سنت و طرز فکرهای این چنینی باعث میشه که ما این کار رو نکنیم. خب حالا چگونه میتونیم از این دایره که توش افتادیم یا از این محدوده که توش افتادیم و نمیتونیم در بیایم، چه باید بکنیم که در بیایم؟ آیا نسل جوان ما همین اسارتی رو که ما داشتیم دارن یا اونا یه کار دیگه کردن؟ من حداقل امیدواریم اینه که نسل جوان از این مرز گذشتن و اینو پاره کردن و بیشتر نگاهشون با آینده است تا به گذشته. شما چی فکر می‌کنید آقای باطبی؟ خانم البته با توجه به
حضور اینترنت یا ساتلایت در ایران و باز شدن درهای جدید رو به نسل جوان نگاه این نسل رو خیلی تغییر داده. اما عادت‌ها، خورده فرهنگ‌ها و خصوصاً رسوبات اعتقادات مذهبی چه درست چه اشتباه تغییر دادن در اینها بسیار زمان خواهد برد و کار باید انجام بشه در موردش. یه مثال ساده بزنم یعنی عقیده من، من فکر میکنم این اتفاق بیفته ما میتونیم از این مرحله هم عبور کنیم به مرحله فعالتری برسیم. من گیاهخوارم و اصلا دیگه هستم، یعنی لبنیات اینها نمیخورم. یه روز دوستی به من گفت تو چطور میتونی چی نخوری؟ چطور میتونی از مثلا مزید پنیر صرف نظر بکنی؟ از این مسئله خیلی مشکله. من بهش یه حرفی زدم، فکر میکنم در مورد این موضوع هم این پاسخ مصداق داشته باشه. من بهش گفتم من واقعا ایمان به حقوق حیوانات دارم و معتقدم حیوانات غذا نیستن. ما میتونیم با کمک در حیوانات ازشون محصولات غذایی بگیریم، در این حال هم به همون مقدار بهشون رفاه و آسایش بدیم، یک بدبستون در طبیعت این شکلی. ولی اینکه ما در بازار مثلا لبنیاتی که داریم حاصل اذیت و آزار سیستماتیک حیواناته و من اعتقاد به حقوق حیوانات رو نمیخوام. من فکر میکنم اگر این اعتقاده رو ما داشته باشیم که ما ماییم که فقط میتونیم آیندهمون رو تغییر بدیم و این اعتقاد رو داشته باشیم که ما مسئولیم در قبال نسل‌های بعدی، قضیه خود سالم‌تر میشه. یعنی منفعت شخصی کنار خواهد رفت و احساس مسئولیت در عالم ها تقویت میشه. من خیلی از دوستان هستم که به لحاظ در آمریکا در اروپا به لحاظ مادی بسیار غنی هستن، انشالله که بیشتر همیشه داشته باشن. باشون صحبت میکنم میگم شما چرا حاضر نیستید که یه خود کار فرهنگی بکنید؟ بچه‌های داخل ایران تشنه این هستن که اطلاعات داشته، تشنه این هستن که یک چیزی، یک محصول فرهنگی، محصول اندیشه علمی که به زبان فارسی لااقل نیست به زبان فارسی ترجمه میشه در اختیار اینا قرار بگیره، بتونه در حال باز. چرا شما این وارد به این داستان نیستید و نمیخواید؟ بسیاری خودشون رو با همین موضوع به اصطلاح گول میزدن به نظر خودم. مثلا یکی از دوستا افتخارش این بود که همون مثالی که براتون دادم در مورد لوح کوروش، بله بله، میگم من به این داستان کمک کردم، من وظیفه خودم انجام دادم. یعنی فکر میکنم که همینه، یعنی یک کاری رو انجام دادن و چون که خودشون از این موضوع لذت بردن، قابل لمس بود براشون، خیال میکردن که یعنی دیگه داستان همینجا استاپ شده و دیگه آینده ای نیست. یه سرمایه گذاری برای یک بازتاب یا دستاورد سریع، این یعنی همون لحظه این کار رو میکنن، همون لحظه هم نتیجهش رو میبینن، در حالی که اون چی که شما دارید میگید یه سرمایه گذاری معنوی و فکری و روحی و مالی و همه چیزی هست برای یه آینده کمی دورتر. آفرین بر شما، دقیقا همینطوره. یعنی اثر کوتاه مدت رو بیشتر علاقه مندن، اثری که خودشون قابل لمس باشه بیشتر علاقه مندن انجام بدن تا یک کاری که حالا ما میخواد فرهنگ سازی بکنم 10 سال ممکنه طول بکشه تا مثلا یه فرهنگ را بیفته، یک چیزی برای ملت را بیفته. بنابراین تا ما ایمان نداشته باشیم که راهی به غیر از انجام این کارا نیست و میبایست یک مقدار از خودمون هزینه بکنیم، خانم جان ما مطمئن باشیم به جایی نمیرسیم. و چیزی که منو آزار میده واقعا همینه، چیزی که آزاری که شما اول صحبتاتون فرمودید اینه. من یادم میاد که آدمایی رو تکرار میکنم و فراموش میکنم، ولی نمیگم خب حالا چیکار باید بکنیم. بله متوجه هستم و متوجه هستم و همین این تذکر شما و امثال شما آقای احمد باتوی که به این نکته واقعا ایمان دارید و باور دارید، بذارید امیدوار باشیم که اینها مؤثر باشه و اتفاقی که دوست داریم بیفته برای ایران بیفته و اون اینی که از این گذر رد شه و وارد مرحله درستی بشه در تاریخ معاصر خودش، برای اینکه از تجربیات گذشته برای پیشبرد آینده استفاده بکنه. چقدر از شما سپاسگزارم که وقتتون رو به من دادید، محبت کردین و اگه اجازه بدید در فرصت‌های دیگه غیر از 18 تیر با شما صحبت بکنیم در این زمینه‌ها، که شرمنده شما نباشم که شما رو ناراحت کنم با یادآوری خاطرات تلخ گذشته. نه خانم، اختیار دارید، سپاسگزارم که این وقت رو به من دادید. از شنونده‌هاتون هم تشکر می‌کنم که وقت گذاشتن به صحبت‌ها من گوش دادن. ان شاءالله در آینده اگر فرصتی داشتیم بنده در خدمتتون هستم. خیلی سپاسگزارم ازتون آقای احمد باتوی. آیا
آیا از بانک‌ها جواب نشنیدید؟ من پیام کهنباش به عنوان یک وام دهنده مستقل تا لحظه موفقیت وام خرید و یا تجدید وام شما در کنارتان هستم. 310-488-2010. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنالیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77 818-777-777-77-77 Lucky 7 پیام شایانی. نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583 KIRN از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. برگزیده هفته Person of the Week. یاران، در این بخش از برنامه بسیار خوشحال و مفتخرم که یک پزشک جوان ایرانی رو به شما عزیزان معرفی بکنم که در شهرستان لس آنجلس کانتی یک موقعیت و پایگاه بسیار مهمی رو به دست آورده به عنوان جوانترین رئیس انجمن پزشکان لس آنجلس بزرگ معرفی شده، آقای دکتر پدرام سلیمپور، که باعث افتخار جامعه ایرانیان هست به دلیل اینکه 143مین رئیس این انجمن هست که به طور خلاصه به لاکما معروفه، مثل موزه لاکما، ولی این هم این لس آنجلس کانتی مدیکال اسوسییشن هست و جوانترین رئیسی است که تا به حال انتخاب کردن. دکتر سلیمپور دانشکده پزشکی رو در دانشگاه بوستون به پایان رسوندن، بعدن با پایه بسیار مهم افتخار آفرین آلفا اومگا آلفا نشنال ریسرچ سکالر و بعد از اون هم در دانشگاه‌های مختلف دیگری تحقیق و پژوهش کردن و بعد به دانشگاه یو اس سی اومدن، دوره رزیدنسیشون رو در یو اس سی گذروندن و در دانشگاه یو سی ال هم ماسترز آف پابلیک هلث رو گرفتن. آقای دکتر سلیمپور این سال‌هایی که به کار پزشکی خودشون مشغول بودند جوایز متعددی رو گرفتند و گرانت‌های مختلفی رو برای مؤسساتی که به طور افتخاری برای اونها کار می‌کردند از حکومت‌های یا از دولت‌های محلی گرفتن برای تحقیقاتشون و بسیار در این زمینه شناخته شدن در نشریات متعددی مثل نیویورک تایمز، جی کیو مگزین، گلمر، نیوز ویک و همینطور نشریه دیلی تلگراف از ایشون نوشتند و از دستاوردهایی که در کارشون داشتند و خلاصه اگه بخوام تمام موفقیت‌های ایشون رو نام ببرم تمام وقت امروز رو باید بذاریم برای معرفی ایشون. اسمشون رو روی گوگل سرچ کنید و خواهید دید که از دوران موقعی که آقای گری دیویس گورنر لس آنجلس بودن و همینطور آقای آرنولد شوارزنگر، ایشون فعالند و بسیار جوایز و نشانهای مختلفی رو گرفتن از ایالت کالیفرنیا و در حال حاضر اخیراً توسط آقای اریک گارسیتی شهردار لس آنجلس به عنوان رئیس انجمن پزشکان لس آنجلس معرفی شدن که فرصت رو غنیمت شمردم که با ایشون گفتگوی کوتاهی در این زمینه داشته باشیم. آقای دکتر پدرام سلیمپور، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر. کاشکی واقعا انقدر این حرفایی که زدین میتونستم به قول آمریکایی live up to it. خیلی خیلی متشکرم. حتما که بیشتر از اون من تو تازه بسیار دانش اشاره نکردم که چقدر کارهای تحقیقاتی شما پیشتاز بودین و کارهایی رو انجام دادین که واقعا برای جامعه ایرانی افتخار آفرین بودید و تبریک میگم بهتون و خیلی خیلی خوشحالم که در این بخش از برنامه با شما گفتگویی میکنم، به خصوص شنوندگان جوانمون که دلشون میخواد که در این جامعه جایگاه و پایگاه مناسبی داشته باشن، حتما از شما دلشون میخواد بشنون که چگونه میشه یک پزشک جوان و یا یک محقق جوان و یا کسی که در رشته خودش مشغول کار هست در این حال به کارهای دیگر داوطلبانه هم بپردازه که او رو به این مقام برسونه. چه کردین شما که به این مقام رسیدین آقای دکتر سلیم پور؟ اولا خیلی ممنونم که منو دعوت کردین تو برنامه‌تون خانم سرشار. من قبل از اینکه بیام توی رادیو آقای احمد باطری توی رادیو بودن و به صداشون گوش میدادم و آرزو کردم که فارسی منم به خوبی فارسی ایشون بود که بتونم اونطوری صحبت کنم. فارسیتون خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، بفرمایید. ببینین این برنامه به نظر من برنامه خیلی مهمیه، واسه اینکه همونطور که قبلا من خودم خیلی گفتم ولی دیگرانم خیلی گفتن، پزشکی هیچ وقت در تاریخ دنیا انقدر پیشرفته نبوده. دکترای آمریکا، پزشکان آمریکا، پزشکان ایرانی در آمریکا و میتونم خیلی هاشون اسم ببرم که خودتونم حتما میدونین، بهترین و پیشرفته ترین پزشکان دنیا هستن، پزشکان تاریخ دنیا هستن. اما الان هلتکر سیستمی که تو آمریکا درست شده، کمپانیای بیمه، جوری که رفتار میکنن با پزشکان و با مریضان و دولت، جوری که داره پزشکی ها یک کمی عوض میکنه، یک کمی نگران منو و خیلی از همکاران منو نگران کرده. و این یه برنامه بود که من اومدم توش و تونستم تون پیشرفت بکنم و فکر میکنم که در یکی دو سال گذشته یه کاری کردیم که یه اثری گذاشته و فکر میکنم که در یکی دو سال آینده هم بتونیم یه کاری بکنیم که اثر بهتری بذاره روی جوری که مریضا میتونن دکتراشونو ببینن، دکترها میتونن مریضاشونو ببینن. آره تو رو خدا این کارو بکنید که خیلی لازمه. برای اینکه مسئله واقعا هر روز داره، مسئله اینطور که شما گفتید حساستر میشه و چقدر خوبی که دارید به این کار میپردازید. خب مرسی. ببینید مثلا شما اگه 10 سال یا 20 سال پیش زنگ میزدین یه سوالی داشتین از کمپانی بیمه و کمپانی بیمه نمیتونست این جواب سوالتون رو جواب بده، یه چیزی بود که ناراحت کننده بود، ولی بالاخره میرسیدین به یکی که میتونست سوالتون رو جواب بده، مسئلتون رو حل کنه. ولی الان یه سیستمی گذاشتن که اگه سوالتون رو نتونن جواب بدن به نفع اوناست و به احتمال زیاد بالاخره بیشتر مریضا ول میکنن. ما تونستیم یکی از کمپانی‌های بیمه بزرگ آمریکا رو سو بکنیم، کمپانی به اسم اتنا، که اینا اجازه نمیدادن که مریضا برن پهلوی دکتری که دلشون میخواد برن ببینن. خب ولی نمیتونستن این کار رو بکنن، واسه اینکه مریضا هر ماه پول بیمه‌شون رو میدادن، ولی وقتی میرفتن که دکتری که میخوانا ببینن، کمپانی بیمه اون دکتر رو میکشید بیرون اگه گرون بود اون دکتر از توی برنامه بیمه شون. درست. به اصطلاح جا خالی میداد. بچه که بودیم میگفتیم جا خالی میداد. کمپانی بیمه جا خالی میداد و مریض میموند اونجا بدون پزشک. و تا میومد دکتری که دلش میخواد پیدا کنه وقت گذشته بود و به احتمال خیلی زیاد حالش بدتر شده بود. اتنا به نظر میاد، یعنی هنوز این برنامه تموم نشده، به نظر میاد که قبول کرده که این کار دیگه نکنه و این به نظر کار ساده میاد، ولی اتفاقا چیز مهمیه که توی تمام آمریکا اینا قبول کردن. به نظر میاد هنوز این لاسو تموم نشده که دیگه این کار نکنن، اجازه بدن که مریضا اون دکتری که دلشون میخواد ببینن. یه همچین لاسوتی هم داشتیم با هلت نت و
هفته پیش دولت کالیفرنیا رو سو کردیم به خاطر این برنامه‌ای که دارن پیاده میکنن که مریضا که مدیکال دارن میذارن توی یه چیزی به اسم مدیکال HMO. بنابراین مریضا دکترایی که داشتن تا حالا رو یه دفعه از دست میدادن از دست میدن و دکترا هم مریضایی که دارن و میشناسن و دوست دارن یه دفعه از دست میدن. چقدر حالا این انجمنی که شما از طریق اون دارید این کار رو میکنید، یعنی انجمن پزشکان لس آنجلس، چقدر قدرت اجرایی داره آقای دکتر پدرام سلیم پور؟ ما تقریبا 7000 نفر عضو داریم. خب. این عضو پزشک داریم تو لس آنجلس. البته ما یه قسمتی هستیم از کالیفرنیا مدیکال اسوسییشن که یه قسمتی هست از امریکن مدیکال اسوسییشن. ولی لس آنجلس جای بزرگیه. لس آنجلس 14 بزرگترین اقتصاد دنیاست. ما 10-12 میلیون نفر هستن اینجا که زندگی میکنن. تمام مهمترین شخصای دولت که تو کالیفرنیا هستن بالاخره تو لس آنجلس هستن. 5 سوپروایزر داریم تو لس آنجلس که خیلی خیلی اینفلوئنشال و قوی هستن. برای این کاری که ما تو لس آنجلس میکنیم بقیه کالیفرنیا کپی میکنه و بقیه آمریکا همینطور کپی میکنه. یعنی واقعا اثر میذاره. خیلی عالی. لس آنجلس خیلی بزرگ و مهمیه و ما خیلی خوششانس هستیم که اینجا زندگی میکنیم، ولی یه مسئولیتی هم داریم وقتی اینجا زندگی میکنیم. واسه اینکه انقدر آدم اینجا هست و انقدر پزشک اینجا هست و انقدر ثروت اینجا هست، کمپانی های بیمه، دولت، همه وقتی میخوان که پول سیف بکنن اول میان اینجا. بنابراین ما باید مواظب باشیم که وقتی دیگران اینترست های خودشون رو دارن ما هم بتونیم مواظب باشیم که مریضا و دکترا اینترست هاشون پایمال نشه، حفظ بشه. انشالله که موفق باشین در کاری که در پیش دارین. ولی اگر که شما به عنوان یک پزشک جوان موفق به این پایگاهی که امروز هستین رسیدین، آقای دکتر سلیم پور، بخواید به جوانهایی که دارن به حرف شما گوش میدن یه توصیه بکنید که برای اینکه به اون چی که دلشون میخواد برسن در یک جمله کوتاه یا دو جمله میگی چی کار باید بکنه؟ یه جمله، دو جمله، فیلیر به فارسی چی میشه؟ شکست بیمعنیه. من وقتی همه میان توی دفترم مثلا دیپلم میبینن توی رو دیوار و اینا، به همه میگم که برای هر یه دیپلم 10-20 دیپلم شکستم دارم من، ولی اونا رو آدم نمیزنه به دیوارش. ولی واقعیت زندگی اینه که شکست خیلی خیلی زیاده، ولی اونایی که موفق میشن اونایی هن که بعد از شکست پا میشن و دوباره سعی خودشونو میکنن. چقدر توصیه جالبی بود. براتون آرزوی موفقیت خیلی بیشتر میکنم. آقای دکتر پدرام سلیمپور، باز هم میگم خدمتون که وجود شما، وجود افرادی چون شما در جامعه ایرانی باعث افتخار و سربلندی همه ما هاست. خیلی خیلی ممنونم. ممنون و سپاسگزار از شما آقای دکتر پدرام سلیمپور. خیلی ممنون. خدا شما. پخش زنده مسابقه فینال جام جهانی 2014 آلمان و آرژانتین یک شنبه 12 ظهر. گزارش زنده به زبان فارسی در 670 AM KIRN رادیو ایران. پرولیس لیزر کلینیک با بیش از 10 سابقه درخشان با آخرین متدهای زیبایی در خدمت شماست. لیزر درمانی موهای ناخواسته، تزریق بوتاکس و انواع فیلرها، رفع رگهای واریسی پا، درمان جوش و اکنی سکارز، جوانسازی پوست، برداشتن مول و اسکین تکس. سلام، من دکتر ایساقلیان هستم. هدف اصلی ما در پرولیس ارائه بهترین سرویس با بهترین قیمت میباشد. تخفیف‌های ویژه پرولیس برای مدت محدود. بوتاکس هر یونیت فقط $8.5. فیلرها رادیوس فقط $350.
جوویدرم XC فقط $390. همچنین لیزر درمانی خانم ها با خرید هر پکیج آندر آرمز فقط $16. فول بیکینی فقط $32. پرولیس در گلندل و تارزنا هفت روز هفته با پارکینگ رایگان. تلفن 844 متسپا 1 844 متسپا 1 و یا 844 633 7721 prolaceclinic.com. همین چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر آقای مهران آرام از شرکت آرام کو مورگیج درباره ریورس مورگیج یا از بین بردن پرداخت ماهانه وام منزل برای اشخاص 62 سال به بالا با شما سخن خواهند گفت. 888-611-3 یک کلام بشنو از اطرت خانم. خانم اطرت گودرزی الهی، صبح شما در شمال کالیفرنیا بخیر. ممنونم، قربون شما. خوبید که انشالله؟ ممنونم، شما خوبید؟ ما هم خوبیم، منتظریم ببینیم که امروز در چه موردی صحبت میکنید اطرت خانم نازنین. والا همه جون، شما یه چیزی دیروز گفتین راجع به مادر بزرگا که خیلی با نمک بود که هر وقت اسم نواهاشون رو میگن یا احوالشون رو میپرسین میزنن به سینه‌شون رو میگن قربونت برم الهی. من باید تشکر کنم که خانواده ما مورد مهر همه مادر بزرگا قرار گرفته، چون روزی چند بار نام الهی رو به زبون میادن و به نوای عزیزشون میگن قربونت برم الهی. اما صحبت امروز راجع به اینه که میخواستم بپرسم که چند تا نابغه شما تو خانوادتون دارید؟ از شنوندگان عزیزتون هر کدومون فکر کنیم اینیم چند تا داریم؟ چند تا نابغه داریم؟ چند تا نابغه؟ من فعلا ندارم. آقای سرشاک هستم. آه بله، فکر کردم نابغه های کوچولو رو دارید میگم. بله داری میگم. راست میگم. بله، حالا به هر حال راجع به نابغه است امروز. بفهمی بفهمی. من خیلی جالبه، نمیدونم چرا در این 30 چند سالی که ما اینجا مستقر شدیم تمام بچه ها نابغه شدن. نوه‌ها ما هم نابغه به دنیا میان هستن. باور کنید چند شب پیش در جمع دوستانی بودم که هر دو هفته یه بار گرده هم جمع میشیم و شامی میخوریم و شبی رو میگذرونیم. اتفاقا اون شب فوتبال جام جهانی هم جریان داشت که ما گاهی تماشا میکردیم. خب در اون شب مهمون تازه واردی داشتیم که من تا حالا ندیده بودمش. بعد از آشنایی اولیه خانم اظهار کرد که دو پسر و یک دختر و چند نوه داره. اسم این خانم پوران بود. برای اینکه حرفی باش زده باشم و احساس تازه واردی نکنه پرسیدم خب پوران خانم نوه ها چطورن؟ حتما خیلی به شما حال میدن. خنده ای کرد و بعد چشمتون روز بعد نبینه. شروع کرد به تعریف کردن که خانم جون من 5 تا نوه دارم. یکی از یکی بهتر، چون الحمدلله چشم شیطون کور همه نابغه از کار در اومده. حمیدم 5 ساله. به انشتن میگه زکی. این بچه با هوش زیادش گاهی اوقات ما رو دچار وحشت میکنه. خانم دیگه وسط حرفش دوید و گفت نوه 3 ساله من فوتبال دوست داره، چنان شوتی میزنه که اگه به دیوار بخوره دیوار سوراخ میشه. پوران خانم با هیجان گفت این که چیزی نیست، نوه دیگر من که 2 سال و نیمه است وقتی از دایو میپره و 2 طول استخر رو 2 دقیقه شنو میکنه همه این نفس ها تو سینه حبس میشه. شوهرش وسط جدی نه جدی جدی بله. شوهرش وسط حرف پوران خانم دوید و گفت مینا مسعود رو نمیگی؟ تفلکی هنوز 3 سالش نشده، گاهی اوقات آیفون من از دستم میگیره، اسم منو گوگل میکنه و میگه بابا به AT&T تلفن کن بگو سرعت اینترنت تو زیاد کنه. گاهی اوقات نوه بزرگترم، حالا همین آقا میگه، گاهی اوقات نوه بزرگترم که 7 سال داره وقتی منو میبینه دارم نیویورک تایمز میخونم حوصله‌اش سر میره، میگه پدر بزرگ چی میخونی؟ میگم اخبار دنیا رو میخونم. باورتون نمیشه روزنامه رو از دستم میگیره میگه چقدر اخبار میخونی، چه فایده ای داره، جنگ شیعه و سنی که تمومی نداره. بله این پسر که یک نابغه تمام و کماله، ولی خواهرش چند روز پیش میخواست به هیلاری کلینتون تلفن کنه و بپرسه که کتاب مانیکا لوینسکی رو خونده یا نه. جمعی که در مجلس بودم به زحمت جلوی خندهشون رو گرفته بودم. من پرسیدم که خب این دختر خانم چند سال داره؟ همین نوتون رو میگم. آقا بادی به قبقه انداخت و گفت سیما فقط 6 سالشه.
به فوتبالم خیلی علاقمنده و معتقده این جدی همین حرف زد و معتقده که مسی گلر آرژانتین زیاد خوب بازی نکرد وگرنه میتونست گلای بیشتری به تیم ایران بزنه. بعد دوباره ادامه داد که خانم همه نوه های من نابغه هستن، خودم اگه توی خراب شده گیر نکرده بودم الان صاحب چند اختراع بودم. پدر همین بچه ها که الان توی رستوران گارسونه در هیچ شرکت و مؤسسه قبولش نکردن چون که اوورکوالیفاید بود. دیگه حوصله‌ام سر رفته بود، گفتم آقا کار کردن در هیچ شغل و مقامی به خصوص در این مملکت عیب و ایرادی نداره، اما گارسونی چه ارتباطی به اوورکوالیفاید بودن ایشون داره؟ نگاهی همچین عاقلانه در صفی به من انداخت و گفت ها شما مسجد نیستید، شما رو در جاهایی که دوست دارید استخدام بشید به دلیل اون که اون شغل در شأن و مقامتون نیست قبولتون نمی کنن، بعد میرید بدترین شغل رو انتخاب میکنید که دلتون خنک بشه. من هر چی فکر کردم نفهمیدم ایشون چی میگن. به هر حال اجازه میخوام که توصیه‌ای به همه مادر بزرگا و پدر بزرگا بکنم که اینه که اگرم نوه‌هایی نابغه دارین زیاد متوجهشون نکنید، چون اگه واقعا استعداد برتری از دیگر بچه ها داشته باشن اونا رو رو دست میبرن و رو کلاس های مخصوص جا میدن. من یکی دو تا از این بچه ها رو که پدر مادرشون خیال میکنن نابغه هستن میشناسم. باور کنین به خاطر این دو تا بچه من معاشرتمون با این خانواده کم کردم، چون به محض اینکه بخوان قند تو چایتون بندازین بچه 8 ساله که حسابی تعلیم گرفته البته در این مورد میگه قند برای شما بده، اگه چیپس میخواییم بخوریم فوراً سخنرانی میکنه که چیپس چربی خون رو بالا میبره و پدر مادر چه حزنی میکنن و چه تشویقی از این بچه هم میکنن که باورتون نمیشه. به هر حال اون شب شب خوبی بود چون بسیار تفریح کردیم و خندیدیم و درسای زیادی گرفتیم و انشتنهای آینده رو هم شناختیم. خدا عمرتون بده. خیلی اطرت خانم، معلومه که شما نوه هاتون هیچ کدومشون نابغه نیست. ابدا ابدا عقب موندن. هفت تا نوه دارم، زنده باشن. هر هفتاشون هم عقب موندن. نه منم یه چیزی دارم، یه اصطلاحی دارم که میگم اسم همه نوه های مادر بزرگای ایرانی الهیه، همونطور که شما گفتید. بعد از من میپرسن چرا اینو میگی، میگم برای اینکه تا میپرسم نوه چطوره تخت سینه خودش میزنه مادر بزرگ میگه الهی که من قربونش برم. میگه بابا اسم نوه رو پرسیدیم وسط الهیش چه؟ آقا الهی رو نگفت. در هر حال خوب و خوش باشین. یک دونه آهنگم فرشاد خان براتون کوک کرده راجع به همین نوه ها، گوش بدیم ببینید چه. روز خوبی داشته باشین. الهی قربونت برم بله شهرام خان سولتی بفرمایید. ببینید داره از زبون ما میگه. خیلی کمه اگه بگم خیلی تو رو دوست دارم، دلم میخواد که قلبمو اجا واسد در بیارم. خیلی کمه اگه بگم واسه چشات در بدرم، آخه تو هم تو نداری. الهی قربونت برم، الهی قربونت برم، کسی مثل تو نیست، اسم من عاشق تو گوشه قلبت بنویس. الهی قربونت برم، الهی قربونت.
عاشق تو گوشه ی قلبت بنویس. الهی قربونت برم، الهی قربونت برم، الهی خنده از لب جدا نشه دل برکم، دلم میخواد که عشقمو ساده ساده بهت بگم. الهی قربونت برم، الهی قربونت برم. بنفشه سوده و روز یک شنبه 19 ژانویه اتاق خبر ارائه ای از رادیو ایران 670 AM KIRN مهداد بهره‌ای و خبری از الیجاجز خبرهای هالیوود رو از لیدا و پال مکارتنی خواننده گروه مشهور و قدیمی دیدگاه شما و علیرضا که سوال امروز ببینیم نظرشون چیه از صداتون پخش شد فیش برامون نوشته به تازگی با وقتی رسمی ارز یک دلار طبق آخرین گزارش های دریافتی از اتاق خبر از دوشنبه تا جمعه 5 تا 6 عصر زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهر ایرواین با بیش از 25 سال تجربه کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام زبان فارسی، مکالمه، خواندن و نوشتن در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با بنیاد غیرانتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 با خانم هوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن نمایید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546. My dad came to live with us last month and you know, it's going pretty well. I feel like I never have time for myself. With him being around more, it really lets us catch up on things. His memory isn't what it used to be. We get up and we have coffee. He usually wakes up at 4:30. Then we go for a walk. He needs lots of my attention. I do need to keep an eye on his medications, though. That's important. Sometimes I feel like a pharmacist. I'd say John and the kids are adjusting pretty well. They honestly have no idea what I'm going through. It can be a little challenging. Help. But so far, so good. I could really use just a little help. For those dealing with the daily struggles of caring for a loved one, we hear you. That's why AARP created a community with experts and other caregivers for advice, tips, and support. Together, let's help each other better care for ourselves and the ones we love. Visit aarp.org/caregiving. A public service announcement brought to you by AARP and the Ad Council. از این سوی زمین تا آن سوی زمان گذری بر گستره جهان با دریچه برنامه ای از بنفشه سوده هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر KIRN 670 AM
کمترین حقی که میشه برای یک کودک واسه ادامه زندگی قائل شد بهره‌مندی از غذا و تعلیم و تربیته. پس ما رو حمایت کنید. کودکان شاد هستند. بنیاد کودک ظرف 20 سال با تکیه بر اعتماد و حمایت شما همواره با ارسال پول نقد، تهیه غذا و مایحتاج اساسی و یا پیشبرد تعلیم و تربیت به 15,000 کودک امید زندگی بخشید. پس بیایید در آستانه 20مین سالگرد تأسیس بنیاد بار دیگر به حمایت از کودکان نیازمند بشتابید. بنیاد Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. دیدار دوست. یاران در این بخش از برنامه به سراغ یک ستندآپ کمدین مشهور ایرانی، یک جوان بسیار دوست داشتنی و بسیار بسیار جذاب میریم که کارهای کمدیش و برنامه‌هایی که اجرا میکنه از او یه چهره مشهور نه در جامعه ایرانی که در جامعه امریکایی به وجود آورده و برای یکی دو هفته آینده هم یک برنامه فوق‌العاده جالب رو صحنه میبره که به این مناسبت با او گفتگو میکنیم و ازش میشنویم. آقای مکس امینی، دوست نازنین من که متولد آمریکا هستن ولی فارسی خیلی خوب صحبت میکنن و ایشون از دانشگاه UCLA در سال 2004 فارغ التحصیل شدن در رشته فیلم و تلویزیون و پس از اون هم در رشته های مختلف، هم ستندآپ کمدی، هم تلویزیون، سریال های تلویزیونی و هم در سینما چندین نقش بازی کردن که همه اونها واقعا موفقیت آمیز بوده و براشون نامی آشنا و چهره‌ای آشناتر رو در هالیوود به وجود آورده. آقای مکس امینی، صبح شما بخیر. سلام عرض کردم خانم سرشار، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر نازنین. اینتروداکشنی که شما دادین بسیار زیباست، ولی اونجاش که گفتین این دوست نازنین من، اصلا من اینجا واقعا یه جورایی از خجالت دارم آب میشه. چرا؟ چرا؟ شما خیلی لطف دارین، خیلی محبت دارین خانم سرشار. نه والا من خیلی دوستتون دارم و از کاراتونم خیلی زیاد میپسندم. چندین بار توی جلسات مختلف بودم در برنامه هاتون و از همه مهمتر باید به شنوندهان بگم که شما چقدر در کارهای اجتماعی و کمک به سازمان‌ها و نهادهای مختلف همیشه پیش قدم بودید. هر وقت ازتون خواستن برای هر نان‌پروفیت ارگانیزیشن یا سازمان غیر انتفاعی کمک بکنید، واقعا پیش قدم بودید و سریع اومدید و به کمکشون رسیدید. چقدر از کارتون قربان شما. این تشویق پدرمه، خیلی خیلی پدرم روی این مسئله تاکید داشته. آها. و چند دفعه هم شده که مثلا گفتم بابا دیگه من نمیخوام مثلا اینو برم و این برنامه، حالا من همیشه اینقدر من رو تشویق کرده و یه صحبتاش به دلم میشینه که خیلی همیشه دوست داشتم این کارو بکنم. خانم سرشار چه پسر گلی هستید که اینقدر حرف باباتون رو خوب گوش میکنید. من با پدرم بسیار با هم نزدیکه و این برنامه‌ای که من در جولای 26 دارم در لس آنجلس، این برنامه به اصطلاح برای بیمارستان ماساچوست جنرال هاسپیتال هستش، برای گروه ALS که مخفف چیه؟ ALS یه مریضیه که یه اسم دیگه داره به اسم لوگرک دیزیز. و خیلی مریضیه که از سخت‌ترین مریضیهایی که براش هنوز علاج پیدا نکردن و این نروس سیستم بدن یواش یواش از بین میره و شما دیگه بدنتون رو نمیتونین استفاده بکنین، دستاتون پاهاتون بعد میزنه به قسمت نفس و خیلی خیلی بیماری سختیه. ما واقعا من خودم همه این برنامه های غیر انتفاعی که رفتم سعی کردم کمک کنم به برنامه های خیریه، ولی هیچ وقت هیچ چیزی مثل این برای من مهم نبوده. دلیلش هم اینه که خیلی متاسفانه پدرم الان ALS گرفته و از این مریضی خیلی خیلی یعنی برای ما، به خانواده ما، یه چیزیه که سخت‌ترین چیزی که ما تا حالا باهاش
باهاشی دیل میکردیم. و رو این حساب من خب وقتی که رفتم باستن که پدرم ببرم این بیمارستان، اون روزی که این دکترها همه نشسته بودن و ما صحبت میکردیم، اینقدر اینا با مهربونی و با محبت با ما که ما خودمون حالت بسیار اموشنالی داشتیم، اینقدر اینا با ما مهربونه که من اونجا واقعا متوجه شدم که یه نفری که کاملا احتیاج به کمک داره و در یه شرایط بسیار vulnerable، در یه شرایطی هست که خیلی حساسه، وقتی که میان اینو تیکرش میکنن به یه دنیا به اون طرف ارزش داره. و همونجا تو ذهن خودم گفتم من هر کاری بتونم برای اینا بکنم که کمک بکنیم این maybe soon علاج این بیماری پیدا بشه حاضرم بکنم. دست شما درد نکنه، چقدر کار مهمی رو دارید انجام میدید، هم در زمینه این که دارید به این بیماری کمک میکنید به صورتی که خودتون بهترینش رو پیدا کردید، و همینی که آگاهی راجع به این میدید، و اینی که مهمتر از اون که باید عرض بکنم در مورد شما صحبت میکنید، در موردش که پدر شما مبتلا به این بیماری شدن. چون یکی از مسائلی که در جامعه ایرانی بین ما هست اینه که حتی بیماری های مثل سرطان یا امثال اونها موقعی که ایرانی ها میگیرن سعی میکنن اصلا در موردش حرف نزنن، فکر میکنن مثل اینکه یه گناه بزرگی رو مرتکب شدن، در حالی که خب بیماری همه انسان های بیماری رو میگیرن و حرف زدن در موردش و صحبت کردن در موردش به نتایج بهتری رو داره تا پنهان کردن. بله کاملا درست میفهمید شما، واقعا حرفتون زیباست. من خودم پدرم دو سال و نیمه که این مریضی رو داره، من خودم هیچ وقت راجع به صحبت نکردم، برای اینکه یکی از دلایلش اینه که این واقعا دو سال اول به خودم نمیخواستم باور کنم که این مسئله هست. یعنی حرف زدنش باعث میشد که احساس کنم، و اینقدر این کار طول کشید که این برای من در درون خودم خیلی سنگین شد. وقتی که این برنامه ها رو شروع کردم و صحبت کردم، خیلی مردم اومدن به طرف من و راجب گرفتاری هایی که خودشون داشتن، مریضی هایی که خودشون خانوادهشون باستیل میکرده صحبت کردن، خود به من ادوایس دادن و خیلی این مسئله به من کمک کرد از نظر روحی که بتونم بهتر با این مسئله دیل بکنم. رو این حساب اینی که شما میگین خیلی خیلی درسته، هم از نظر اورنس برای مردم و هم برای اون شخص خیلی چیز تراپیوتیکی هستش. چه جالب. و مهمتر از همینی که با این، با وجود اینکه درگیر این مسئله هستین، بازم از هنر خودتون که هنر کمدی هست دارین استفاده میکنید، برای اینکه یه شبی رو در کنار دوستانتون داشته باشید، در این حال که شبیه که گرد هم جمع میشید و ساعت خوشی رو دارید، ولی نتیجهش برای یک دستاورد پزشکی یا کمک به یک مؤسسه پزشکی در این زمینه و همینطور روحیه دادن به پدر خودتون و کسانی که مبتلا به این بیماری هستن میتونه مؤثر باشه. کار سختیه آقای امینی که آدم در این حال که در دلش مثلا از یه چیزی غمگین ناراحت بیاد، ولی بره کارش انجام بده رو صحنه و مردم رو بخندونه. کارتون سخت‌تر از افراد دیگه است که خب بالاخره حالا یه کسی پزشکه، یه کسی مهندسه، مشکلم داره تو خانوادش، ولی دیگه مجبور نیست بره مردم رو بخندونه، با چشم گریان لب خندان بیاره برای مردم. برای شما کمدین ها این مسائلی در داخل زندگیتون اثر میذاره رو کارتون یا تشویقتون میکنه که بهتر کارتون اجرا کنی؟ بله من فکر میکنم که یه جورایی این مسئله خیلی تشویق میکنه، یعنی احساس اینه که همین که شما گفتین دقایق خوش یه جایی زندگی میرسه که شما فقط متوجه میشین که هر جوری که میشه من باید زندگیمو یه کاری بکنم که این چند دقیقه هم که من با خانوادم یا با کسی که باهاش زندگی میکنم یا با دوستم دقایق خوش داشته باشیم. یعنی هر چقدر که مریضی یا یه گرفتاری تو زندگی ما هست، باستی من الان هر کاری میکنم که پدرم بخنده، خوشحال باشه، حواسش پرت باشه، و برای من اون شبی که میرم بالا همه چی رو فراموش میکنم، فقط میرم که واقعا بهتر حسن از اون حال بیایم بیرون. یعنی ما میگیم laughter is a medicine، برای اینکه از اون زمینه سختی که تو ذهنتون هست میبرتتون یه جای دیگه
و به شما یه استراحت میده. دمتون گرم. دمتون گرم. انشالله که موفق باشید مثل همه کارهای دیگه که میکنید که موفق هستید. شنیدم که هنوزم به 26 جولای فرصت زیادیست ولی شما یکی از شوهاتون سولدات شده و یه شو دوم گذاشتین درسته؟ بله شو دوممون هم خواهم زاشه فقط 80 تیکت مونده. چه جالب چه جالب. خب من حقیقتا از لس آنجلس تشکر میکنم. خیلی خیلی فروشمون عالی بوده و اصلا من I'm overwhelmed. ما 2 هفته دیگه هنوز به شما مونده و فکر میکنم این 80 تیکت هم تو این یکی دو روزه فروش بره. حتما. کجا هست برنامه‌تون آقای مکزمینی؟ در شهر بیبلی هیل. بله. سالون والیس اننبرگ. اوه تو والیس اننبرگ هستین. چقدر هم سالون زیباییه. Beautiful. حالا میخوام یه چیزی در سوری شما بگم امروز. دیروز هیچ منتهی هنوز اعلام نکردم. دیروز این مسئله تازه انانس شده، کانفرم شده. من اسپشیال من که برای تلویزیون اون شب ضبط میشه، دایرکتور اون شب راب شنایدر خواهد بود. یعنی راب شنایدر یکی از محبوب ترین سلبریتی های آمریکاییه که دیروز کانفرم شد که 100% آن بورده که اسپشیال منو دایرکت بکنه. مال همین برنامه‌ای که روی 26 دارید اجرا می‌کنی. بله بله. چه جالب. چه این وقت بعدن از کجا پخش میشه؟ اچ پی او؟ تمام این یا most likely showtime. showtime ها. وقت ما وقتی که این اسپشیال درست شد بعد نتورک ها they bet on it. هر نتورکی مثلا میگه من یه آفری میده یه جوری کار میکنه ببینه کدوم نتورک برای ما بهتره. ما با اون نتورک کار میکنیم. خب حتما به ما اطلاع بدین خبرش رو که چه موقع و کدوم یک از نتورک ها اینو پخش میکنن که ما به اطلاع شنوندگانمون برسونیم. براتون خیلی آرزوی موفقیت میکنم آقای مکزمینی. به من اجازه بدین که گاهی اوقات یه سری به شما بزنیم و با هم یه گپی بزنیم. مای پلژر. خیلی من شما دوست دارم. خیلی من برای شما حقیقتا از صمیم قلب احترام دارم. برای اینکه یو وری اسمارت، یو وری سوییت. همه المنت های مثبت در شما هست. نه من از شما تشکر میکنم. سپاسگزار شما هستم. مکس امینی نازنین برای برنامه‌ای که روز 26 جولای در والیس اننبرگ بیول هیلز اجرا میکنه. برای دوستانی که نمیدونن والیس اننبرگ در محل پستخانه قدیمی بیول هیلز سالن فوق العاده زیبایی رو اونجا درست کردن و همه شما رو تشویق میکنم که به دیدار مکس امینی برید برای یه کار فوق العاده ارزنده که داره انجام میده و ساعت خوشی رو هم با او داشته باشید. اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید. محصولات کارون سمینار سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران در نوت‌های بانکی و فورکلوزر با من بنجامین دونر در اولمپیک کالکشن 23 جولای. برای رزرویشن 866-853-9832 866-853-9832. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی. آقای دکتر صدرالدین الهی صبح شما بخیر. صبح دیر شما بخیر با یه ساعت تأخیر. خیلی ممنونم که شما صبح ما به دیر رسوندین. راحت تر میتونین صحبت. هم راحت تر میتونین صحبت کنین هم یه کمی بیشتر میخوابید. اون سرخیز و سرخیز بودن خیلی خوبه. چی میگفتی؟ گفتن سرخیز باش تا کامروا باشی. سرخیز کامروایی ندیدی؟ نه بعضی موقعا میگن شما سرخیز باش دیگران کامروا میشن. بله اون درست. خب امروز به چه بهانه میخوایم صحبت بکنیم دکتر؟ امروز بهانه شو خودتون دستم دادین. من دستتون دادم. اتفاقا من
همینطور با هم صحبت میکردیم چه صحبت کنیم، هرچی فکرم رسید و اینا گذاشتیم یه او شما برگشتی گفتی آقا این 14 ژوئیه یا 14 جولای روز بزرگیه برای فرانسوی ها، راجع به این صحبت کنیم. خیلی فکر خوبی بود خانم، میدونست همیشه که فکرات آدم سر حال میاره. من خیلی وقت بود میخواستم راجع به این مثلا تا اونجایی که میتونیم در یه حد کوتاهی بعد یه ذره بزرگتر راجع به این انقلاب کبیر فرانسه و اثرات و عوامرش و اینا یه حرفایی بزنی. بله. حالا فرمایش شما بنده رو وادار کرد که حالا پس از دو دوشنبه 14 به دیگه. بله بله بله. و جالب تر از اینه که میدونی یه عدد روندی هم در اومد در این ماجرا، برای اینکه این انقلاب در 1789 بوده، این سال هم 2014 هستی میشه 225 سال انقلاب فرانسه. انقلاب کبیر فرانسه. خب بله. حالا چقدر کبیر بوده این انقلاب؟ همین. ببینید اولا ما این لقب کبیر رو به اغلب انقلاب ها چسبوندیم، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کبیر روسیه، خاطرتون هست؟ بله بله. انقلاب کبیر چین، حالا ظاهرا بعد چند سال دیگه لابد انقلاب ما خواهند گفت انقلاب کبیر ایران. و ما حال دیگه چیکارش میشه کرد؟ هیچ. ببینید مسئله اساسی برای من اینه که ما از یه نوع شیفتگی و از خود بیگانه شدن در مقابل این کلمه انقلاب داشتیم. نه ما، این که من میگم روشن فکران متفکران در سراسر جهان هستن، تا میگفتن انقلاب میگفتن بابا چیز خوبیه، در حالی این بنده ناچیز در بار تمام مدت زندگیش در این سالها نوشته انقلاب خیلی چیز بدیه، حالا سفید باشه سرخ باشه غیر سیاه باشه فرق نمیکنه، انقلاب کار غلطیه. این انقلاب کبیر فرانسه واقعا در دنیا اثرات عجیب و غریبی گذاشته، خود شما بهتر میدونید. بله بگه در دنیا اثر بفهم، روشن فکران جهان از این انقلاب متاثر شدن، ولی هیچ کس تو تای این انقلاب نرفته که ویده دنیا از چه قرار بوده. من خودم به شما بگم که این اولا این روز 14 ژوئیه روز خیلی مخصوصی ها، این روزی که ریختن و زندان باستیل رو که در حقیقت یه زندان خیلی قلعه‌ای بوده است، یه زندان مخوف، همه رو شکستن و زندانیان آزاد کردن اینها. جالبتر از همه اینه که باعث این حمله به اون قلعه یکی از همکاران ما بوده، آقای بیست کامیل دمولن که روزنامه نویس بوده، یهو اومده جلوی جمعیت گفته آقا چرا اینجا سر صدا می‌کنین، این دیگه این کار بکنون کار بکنون بریم این زندان رو خراب کنیم. ریختن و براش زندان باستیل رو خراب کردن و جاش حالا دیگه شده فرانسه تشریف بردید اونجا هم راستی در یه میدون خیلی قشنگی هستش، میدون میگن در اون میدون مراسم برگزار میشه. بله بله. تمام شب هم اصلا شیش بعد صبح بعد از شب تمام اشاق محلی و غیر محلی در اونجا میگه گردش و خوش بله ماچ بارون خلاصه. بله. این برحال این میدون باستیل در ذهن همه یه چون خیلی بزرگه، این بوده قضیهش این شکلیه. خب این انقلاب شعار خیلی جالبی داشتش و این شعار رو شما حتما شنیدید که عبارت است از لیبرته، اگالیته، فراترنیته. بله. بله برادری، برادر، آزادی، برابری، برادری. براتون برای شنونده هامون هم شاید جالب باشه که بدونن اولین روزنامه انقلابی ایران در حقیقت که سور اسرافیل باشه این شعار رو بالای روزنامه نوشته، ولی نه با این کلمات فارسی، عربی شده، عربی شعار حریت، مساوات و اخوت، یعنی آزادی، برابری، برادری. این شعار شعار قشنگیه، یعنی شما در هر جور هر کسی بذارید میگه خب بله چرا نه، درسته. ولی مسئله اینه که آیا این انقلاب به دنبال این شعار رفت اصلا یا نه. بعد یه دوره‌ای هستش در تاریخ فرانسه که این دوره انقلاب اسمش از 1789 شروع میشه میاد، عده‌ای میگن که این در 1795 که اون اتاژنرو به اصطلاح مجلس ملی کارش تموم شد انقلاب هم تموم شد، عده‌ای اینو میکشونن به کمی جلوتر و حتی بعدی ها میگن انقلاب کبیر فرانسه با پایان دوره دوران امپراتوری ناپلئون اول به پایان رسید. درست میکنید؟ بله. ولی به نظر من این انقلاب این شکلی بوده که یه دسته
ناراضی میخواستن به یه جایی برسن. و شما اسم حتما شرمنده ها مثل شدید یه آدمی به اسم میرابو بله که خطیب خیلی معروفی بوده. این آدم عجیبیه، یکی از رهبران اولیه انقلاب ایشونه. این آقا یکی از زشت چهره ترین مردانی صورت ها مردانی که در تاریخ اسمش اومده و از یکی از الوادترین آدمای روزگاره. و جالب تر از همه و این منطقه وقتی توبت میکرده میگفتن این سیسرونه و خطیب درجه یکی بوده. این اون کسیش که اون جمله معروف رو وقتی که آمدن در مجلس اتا جنرال رو به دستور لویی 16 هم ببندن گفت که آلی دی رابوت پرنس پرنسومی دی پارلا پرلونت دو پوپ، بریم و عربابتون بگی که عربا من ما در اینجا به اراده ملت گرده هم آمده این و جز به اراده مثل دور سرریزه رو نخواهی برست. این میرابو نقش خیلی بزرگی بازی کرده، ولی یادتون باشه که حضرت ایشون در این حال با آقای لویی 16 ارتباطاتی هم داشته، الوات بوده، بلخرج بوده، و حتی یه بار لویی 16 هم تمام خرج به دیاش رو داده، بایی 6000 فرانک هم بهش داده، ولی به هر حال انقلابی بوده. آره. هم از کاسه میخورده هم از تو بوده همه بودن. بله. و بعد این به تدریج این انقلاب شکل میگیره، آدم هایی میان تو قضیه انقلاب شرکت میکنن به اسمشون معروفه، دانتون ماراس و منتر از همه روبسپیر. بله. اینا آدم هایی یعنی که مردان اول انقلاب هن. یه خورده چشتون هم بذارین اتفاق که میگم ما رو خودمون رو قایسه کنین چجوری بوده. جالب اینه که بازی اصطلاحی هستن هم شما شدیدی یا نه که بگن انقلاب فرزندان خودشو میخوره. اتفاقا میخواستم اینو بپرسم ازتون بگم که این مثل اینکه این اصطلاح از سر همین انقلاب کبیر فرانسه شروع شد، درست آقای دکتر؟ برای اینکه تمام این آدمایی که اسمشون رو بردیم رفتن زیر گیوتین. بله. حالا خود گیوتین هم چه داستانی داره، این داستان سروه یا آقای دکتر تبی این دستگاه سر بریدن رو اختراع کرده، لوی گیوتین. و اسمش رو دستگاه مونده و بعضی ها میگن که خود اینم به همین وسیله همین دستگاهی که اختراع کرده بود اعدام شده. یه تبری که از بالا ولش میکنن میاد یه کلت گردن تو میزنه میفته پایی. تمام خانم ماری انتوانده تو اینا رو همه با اون کشتن دیگه. بله بله. حالا همین عرض کنم بهتون، این وسیله اعدام انقلابی شد. بعد این آدمایی که توی انقلاب بودن هم دیگه گفتم مارا، دانتون و بعد روبسپیر، اینا همشون آدم های خیلی پرهیجانی بودن، کم و بیش ملایم و غیر ملایم داشتن، یعنی میان رود متعادل تا انقلابی که روبسپیر باشه. شما توجه بفرمایید که از 1790 تا 1791 این انقلاب خون ریخته فقط خالو. دست جمعی میکشتن، یعنی نه محاکمه میکردن نه چیزی. علت هم این بوده که میافتن ما میخوایم برای آزادی برابری برادری اقدام کنیم، میآوردن ملت رو میذاشتن سرشون رو زیر گیوتین. این لویی 16 هم مثل یه هم با هفت صحبتی بکنیم رجوعش، این بیچاره خیلی بدنامش کردن، برای اینکه اصلا پادشاهی بوده بین تمام پادشاهایی که مثل فرض لویی 14 هم پادشاهای دیگه اون زمان اروپا آدم آرومی بوده، اصلا دنبال جنگ و جدل و این صحبت ها نبوده و معروفه که عشق بزرگش قفل سازی بوده. قصرش میشسته قفل سازی. حتی وقتی این جنگ و جدل ها و انقلاب بالا میگیره این فکر میکنه اصلا بره نباشه. بله بله مثل بعضی ها فاهد این خوردی نباشه و امریکت ترک کنه، میره در مرز فرانسه و اتریش میگیرنشون. ماری آنتوانت زنش اتریشی بوده دیگه، مرز بله. بله. اینا رو میگیرن و برمیگردونن پاریس. و جالبتر از همه اینه که این آدم آروم خیلی مردونه رفته زیر تیغ گیوتین. و اینو شاید ببینید مثلا اینو در 93 دائم کردن 1793 مثلا 4 سال بعد اینکه انقلاب شده ماری آنتوانتو در اکتبر همون سال این وقتی میبرنش پای گیوتین بهش میگن چی میخوای؟ میگه زودتر تیغه رو بیاریم پایین که من به آرزوم برسم. آخه کار رو تموم. آره آره.
و این به نظر من قابل مطالعه است. ما چجوری بهتون بگم، ما بی خود و بی جهت این سیدایی رو بزرگ میکنیم، انقلاب رو بزرگ. این انقلاب تا تونسته، تا زمانی که تونسته آدم کشته. اما یک چیز هست، فکر این که مردم در سرنوشت خودشون مؤثر باشن رو واقعا این انقلاب به دنیا داده، جا انداخته و ازم به ثمر رسونده. یعنی اون حالی من یه نفری هرچی بگم همه گوش کنین از بین رفته باهاش. خب پس درسته بعد از همین شلوغ پلوغی های اول ناپلئون اومده، 13 سال هم سر کار بوده، ولی ناپلئون با یه بهانه خیلی جالبی اومده. زمانی بوده که مردم از کشتار عاجز شده بودن، بعد منتظر یکی بودن که به قول معروف به قول شعر فروغ کسی میآید، کسی که مثل هیچ کسی نیست. آمده یه افسر معمولی بوده و با عرضه میره در مصر جنگ میکنه، برمیگرده و به فرانسوی ها میگه آقا ما اون آبرو و حیثیت تاریخیمون رو میخواییم پس بگیریم از دنیا. و جنگ هایی که خوشون دیگه راجبه اون نمیخوام صحبت کنم چون واردی میشه. راجبه جناب ناپلئون بعد یه برنامه مفصل جداگونه بزنیم در مورد انشالله. بعد به هر حال این انقلاب تا پای بعضی ها منتقدن که انقلاب با مرگ ناپلئون تموم شده، چون چیزایی که وسطش بوده، بعد دوباره بوربونا اومدن سر کار، بعد دوباره انقلاب شده، بعد انقلاب های اولیه شلوغ پلوغی های اولیه در 1849 در که پایه های انقلاب کبیر روسیه از اونجاست، مارس رنگل اون در پاریس اتفاق افتاده. ولی به هر حال به نظر من این انقلاب کبیر فرانسه، حالا بگذاریم از خارج، در داخل ایران تأثیرات عجیبی داشته. نسل پیش از من، نسل پدر من و پدر شما و اینا عاشق انقلاب کبیر فرانسه بودن. از این به عنوان یه چیز ایدئال صحبت میکردن. و حق نگذاریم که انقلاب مشروطه ایران خیلی متأثر است از جهت فکری از انقلاب کبیر فرانسه. و همینجوری من واقعا ممنونم از شما که این چیزی که مدت ها بود مخواستم بگم و گفتم. خیلی آقا این انقلاب چیز بدیه، ولی این انقلاب محسناتی هم داره که الان ما داریم میبینیم در دنیا، اثراتشو داریم میبینیم، اثراتشو میبینیم، اثرات خوبی هم داشته و به نظر من چیز بدی نبوده. یعنی از یه دره هست، اون دوره ترور و وحشت که با اعدام روبسپیر در 28 ژوئیه 1794 تموم میشه و ظهور ناپلئون و اینها، بعد به اون حال استعماری فرانسه هم شکل داده. این توجه داشته باشید که بعد از این سالهاست که فرانسه در مرحله که دیگه اقدام نظامی نمی کنه، اقدام استعماری میکنه. یعنی میره در کنار انگلیس وای میسته و استعمار رو در دنیا راه میندازه. بله. به هر حال من امیدوارم که اگه سوالی داریم بفرمایید. اگه میخوام با اجازهتون برای شما یه تجدید خاطره بشه از دوران تحصیلتون در فرانسه، این مقصیه زن برای شما یه تیکشو بزنیم. خیلی خوبه. لزان فاند و پتری لزان فاند. بله بله، فرشاد خان بفرمه. Radio Iran. جام جهانی فوتبال برزیل، میزبان پرطرفدارترین ورزش دنیا، میادگاه 32 تیم برگزیده جهان، 64 مسابقه فوتبال و در نهایت یک قهرمان. همگام با جام بیستم، برنامه ویژه شامل آخرین اخبار و تفسیر مسابقات فوتبال جام جهانی از 2 جون تا 13 جولای 7 تا 7:30 شب. تقدیمی shiptoiran.com. همه نیازمندی های حمل و نقل شما در زیر یک سقف. با حضور در پرژن اسکوئر در وست‌وود،
حال و هوای وطن را احساس کنید. همه جان و تنم وطنم. K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. یک هنرمند، یک اثر. یاران، در این بخش از برنامه سراغ دوست نازنین هنرمندمون بریم، آقای فریبرز داوودیان، که مدتی در لس آنجلس غیبت داشتن، اخیراً برگشتن به لس آنجلس، شدیداً مشغول کار هستن. ازشون بپرسیم ببینیم چه کار میکنن، کجا بودن. مدلمون برای شما تنگ شده آقای فریبرز داوودیان نازنین. سلام عرض میکنم خانم هما سرشار. سلام از ما. دل ما هم برای شما تنگ شده. این برنامه شما بعد از من 2 ماه که خارج از کشور بودم برگشتم، میبینم که از همیشه پرتر، جذابتر، جالبتر. برای اینکه بیشتر آگاه باشم که حال و هوای برنامه‌تون چیه، قبل از اینکه خودم بیام صحبت کنم، از اول گوش دادم و واقعا لذت بردم. همه چیز جالب، از انقلاب فرانسه شنیدیم تا شوخی های نوه های نابغه اون دوست عزیزمون در شمال کالیفرنیا. خیلی شیرین و پر برنامه‌تون واقعا. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. امیدوارم که همیشه همینطور سر حال و شاد باشین. تو رو خدا ما رو انقدر تنها نذارین کاوی، بیاین سراغ ما بابا. نمیشه همینجوری دو ما نیاین که. ارادت داریم به خدا. و این همونطور که این دوست عزیزمون هم فرمودن، این که ساعتتون یه ذره عوض شد خب واقعا کمک میکنه. من دیشب ساعت 3:30 خوابیدم، یک مقدار اقلا یه 3 ساعتی قبل از اینکه با شما صحبت کنم چشامو بستم. میدونین که من نبودم، 1-2 ماهی خارج از کشور بودم. بله بله. حالا در این مورد صحبت زیاده، ولی واقعا میگن سفر انسان رو پخته میکنه. خانم سرشار عزیز، خب امریکا در این حال که خیلی جای راحتیه و آسایش برای همه هست و فراهم همه چیز تقریبا، یه جورایی هم میدونید یکم کشور ماتریالیستی هست. خیلی مردم خیلی تو فکر پول و پله و زرق و برق و ماشین و پاشین و خونتون کجاست و چند سکور فوته و شمال سانستین یا جنوب سانستین. و یه بریکی داشتم حقیقتا، اینو میخوام به دوستان بگم که بدونید که در تمام دنیا زندگی اینجوری نیست. جاهایی هست که طرف خوشحاله که ماشین داره به جای دوچرخه. اصلا براش مهم نیست ماشینش چند سیلندر، صندلیش چرمه یا چوبش چوب گردوه یا چوب درخت زیتونه. آدم وقتی برمیگرده از یه جهاتی میبینه که یه مقدار شاید نگاهش عوض شده به زندگی، و من همش دارم سعی می‌کنم اون نگاه رو نگه دارم، سعی می‌کنم همونطوری آروم زندگی کنم، زیاد نیفتم دوباره تو این غلطک چشم و همچشمی ها و رقابت ها و حرف ها و گاسیپ ها. و میتونید مجبوریم سعی کنیم. هما جان این ببینیم، مثلا من اونجا راحت تر بودم وقتی که دور بودم از امریکا، ذهن و روانم یکم آسوده تر بود. چون وقتی که از در خونه میریم بیرون اصلا براتون مهم نیست چه کفشی به پا میکنی، چه شلواری میپوشی، کی قراره شما رو ببینه و قضاوت کنه که شما لباستون شیکه یا نه. باور کنید دوستای هنرمندی اونجا داشتیم که میومدن عقب من با ماشین و میرفتن، چون داشتیم فیلم میساختیم، ماشینش رو طرف مثلا 7 ماه بود نشسته بود. معذرت میخوام، پرندگانم ازش به عنوان دستشویی استفاده کرده بودن و میخندید، میگو آره مثلا من کارواش اونجا ندیده بودم یه مدتی که اونجا بودم. یه حالتی داره. یه بعد برمیگردیم به خودم، واقعا میگم فریبرز آرومتر زندگی کن، بیشتر تو فکر سلامتی خودت و خانوادت باش، تو فکر بچه نابغت باش. خلاصه خیلی زندگی میتونه شیرین تر باشه. به خدا من میدونم مثلا کوبا جای کمونیستیه و من تا حالا نرفتم، ولی آرزومه برم یه 3 ماه کوبا زندگی کنم. آره، لذت زندگی، خود زندگی و روزها و ساعاتی که میگذره در اینجور کشورها رو آدم بیشتر میبره. اینجا همش نگرانی که مهمونم اگه میره تو خونش صندلی رو به دیوارش نزنه، بلکه دیوارش ماربلایز بوده، حالا خط ور میداره چه کار بکنه، چه خاکی تو سرش بلای بکنه. قربونتون برم که مثل من شما هم ابسسیو کامپالسیو بیهیویر یا OCD دارین، و این صندلی رو که به دیوار میزنن، من اصلا میخوام از مهمون
از در خونه بندازم بیرون. آخه یعنی چی این کار؟ من نمیدونم والا. یا من قدیما که خیلی اوسیدیم بیشتر وحشه، حالا روش کار کردم چون تو کتاب روانشناسی خوندم فهمیدم که بیمارم. قدیما مهمون که میومد خونه من آن کامفورتبل بود. از وقتی میگم فریبرز ما خونه تو با ما خوش نمیگذره، میترسیم یه بشقاب بذاری روی تو، میدوی از اون ور اتاق یه دونه زیر بشقابی میذاری زیر دست ما و میز با کلینکس پاک می‌کنی. حالا خوب شدیم، ولی میدونم که شما هم مثل من وسواس دارید. آخه فریبرز جان وسواس یه چیزیه، بعدم اینی که بذار مثلا سیگار حالا که ملت سیگار نمیکشه ولی سیگار میکشن تو گلدون خونه خاموش میکنه، بعضی هم مخربن بعضی مهمونا، اونا بهتره نیان مثلا تو خونه آدم. خانم سرشار من جوون که بودم تو پارتیای جوونترا میدم سیگار رو وسط اتاق مهمونی که مثلا دی جی بود و دنس بود سیگار مینداختن رو زمین پاشونم میذارن وسط سالن مهمانخانه. بفرما از این اتفاقا میفته. وقت شما هم از اونایید که هیچ دوست ندارید که چایتون رو با خرما به مردم تعارف میکنید ولی دوست ندارید که اونا حس خرماشون رو بندازن تو لیوان چایشون. من حس خرما رو از قبل با یک دستگاه مخصوص گرم میارم که اینا اصلا فکری که حس خرما رو جایی بندازن نکنن. خجالت هم خوب چیزه واقعا. ولی به خدا من اینجوری راحت تر زندگی میکنم خانم شاید. یعنی مثلا وقتی ماشینمو میشورم تا 4 روز حالم خوبه، مثل اینکه خودم دوش گرفتم، یه چیزایی بهم آرامش میده. خب اینم پشت اون بیماریه فریبا جون. ماری که گیج کردی بالاخره، این یکی یا اون یکی؟ ببینید من معلوم شد که در دوالیتی زندگی میکنم و الان فهمیدم که من هنوز راه خودم رو در زندگی نیافتم. در یک نفس به قول شما من از آرامش و آسایش صحبت کردم و بعد از بیماری روانی خودم. حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ به ما بگو چیکار کنیم. نمیشه همینجوری مردم شنوندامون رو تو هوا ول کنیم که ندونن تکلیفشون چیه. من باید به روان درمانی خودم ادامه بدم. ولی حالا باز مردم آفسی کامپاسی باشن ایب نداره، جنگ و دعوا نکنن. واقعا این روزا خانم سرشار رو فیسبوک هم جنگ شده، یعنی مردم دارن بهم فحش و بی‌تربیتی و توهین و اصلا دنیا به هم ریخته. و ببینید به خدا من فکر میکنم که مردم هنوز، یعنی نسل بشر هنوز خیلی عقبه. من فکر میکنم که حالا توهین نشه به بعضی از دوستان که خیلی خودشون رو فرهیخته میدونند، ولی ما حیوانات در کت و شلوار هستیم، حیوانات سوار اتومبیل هستیم. یعنی وقتی که از فاصله نگاه میکنیم به اتفاقاتی که روی کره زمین داره میفته، یه احساس دلشکستگی به من دست میده. آخه چقدر دعوا، چقدر جنگ، چقدر انتقام، چقدر پرخاش. حالا جنگایی که سر جنگی که بین دو تا کشور با هم دیگه رگای گردنشون سیخ میشه، باز آدم میتونه بگه که خیلی خوب این حالا یه اتفاق خیلی مهمیه در جهان داره میفته. آقا فوتبال موقعی که با هم دیگه با ایران باخت، اگه شما این صفحه آقای مسی بیچاره رو میرفته میدیدید، پدر صاحبشو در آوردن از بس بهش فوش دادن ایرانیا. یعنی من باورم نمیشد. دقیقاً یه نفر کشتن تو کلمبیا. ببینید اتفاقا یعنی سالهای قبل یادتونه یکی به خودش گل زد کشتنش وقتی برگشت به کشور خودش، البته اون حقش بود. ولی ببین به خدا من اینو مثال که میزنم میگم این فرهنگ تاج و پرسپولیسه. ما از وقتی که بچه بودیم تو ایران یادمونه که سر تاج و پرسپولیس چه دعوا و مرافعه ها و اختلاف نظرها و عقیده های بین مردم بود. من بچه بودم تعجب میکردم، خب بابا این یه تیمه. من وقتی فوتبال تماشا میگم هر تیمی گل بیشتر میزد از اون خوشم میومد. اینا همینطوری میست که ما یه بچه های خشمگینی هستیم. داشتم تلویزیون CNN رو روشن کردم خارج از کشور، خب دیدم دارن در مورد یک فیلمی صحبت میکنن که من چند ماه پیش توش بازی کردم، یه فیلم کمدی با جیمز فرانکو و سیت روگن. اینا از ستاره های هالیوودی هستن و سیت روگن خودش هم کارگردانی میکنه، جوانای بسیار موفق و بانمک و باحال هالیوودی. یه فیلم خیلی شیرینی ساختن به نام The Interview، مصاحبه. بله نمیم حتما خبرشو شنیدیم. خبرشو شنیدم. این آقای چیز من بهش بگم امپراتور کره، آقای چینگ چانگ چونگ، پسر دیوانه توپل مپل اونا، یکی مرد ناحسابی که رفت اومده فتوا صادر کرده در مورد یک فیلم هالیوودی. شنیدین؟ گفته اگر این فیلم در امریکا روی اکران بیاد، بالاترین صدمات ممکنه رو ما به امریکا وارد خواهیم. یعنی اعلام جنگ کرده سر یک فیلم سینمایی که چرا در این فیلم شاید به ایشون توهین شده باشه به عالی جناب. آخه ببینید جنگ و
اینا از همه جا و حالا این که بهترین پابلیسیتی برای فیلم، البته این فیلم معروف میشه حالا خیلی خاطر. همون میخواستم بگم اتفاقا این آقای کیم جون یونگ یه کاری کرده که اگه یکی هم نمیخواست بره ببینه میره میبینتش حالا. البته این اسمش کیم یونگ بوده ولی باباش هی بهش میگفته کیم جون، کیم جون بیا، کیم جون برو اینا، این شده کیم جون یونگ. مثل ایرانی ها اینا مثل جون میگن، میگن خیلی بچه بوده پسر خوبی بوده. خلاصه اینجوریه به خدا قسم، من فکر کنم خواهم سرش رو 300 سال 400 سال ایشالله زودتر، ولی یه روزی میشه به ما نگاه میکنن در تاریخ مینویسن، ما الان داریم تاریخ فردا رو شکل میدیم. باور کنید مینویسن میگن که مردم قرن 21 افرادی بودن بسیار وحشی، سر پول و ملک و نفت جون همدیگر رو میگرفتن، خون میریختن، به هم توهین میکردن، فرزندان همدیگر رو میکشتن. امیدوارم که یه روزی این جنگ ها و دعواها تموم بشه. ما بچه بودیم کتاب تاریخ میخوندیم، من یادم وحشتناکترین چپتر کتاب مغول‌ها بود. درسته. من فکرم ما اصلا همچین چیزی وجود داشته در تاریخ ما، چطور این انقدر وحشتناک بودن؟ به خدا قسم 2400 سال دیگه من امیدم اینه که بنویسن که اینا هنوز این فلسفه مغولیت ادامه داشت و اینها همینطور کشتن تا اینکه به یه جایی رسیدن که آدم شدن. پس خوشحالم که امیدواری هست، بالاخره پایانش بالاخره آدم میشه. من فکر میکنم داریم در جهت مثبت پیش میریم. آخه میدونید مثلا یادتون باشه ما یه موقع تو غار کارتونا ایران یادتونه یارو تو غار زنش با موش میکشید یه گرز هم دستش بود. طرف مثلا شب میومد خونه شام شارژ نبود با گرز میزد زنش رو خدای نکرده از دنیا میرفت. حالا مثلا یکم آروم‌تر شدن، با هم میرن میشینن پیش فامیلی تراپیست صحبت میکنن، یا جنگشون دیگه با درونز شده، یه دیلینگ میزنن آدم میکشن. قدیما میریختن با چنگ و دندون هم دیگه. فکر میکنم یه 500 سال 1000 سال دیگه، ولی خب باید از خونه شروع کنیم. ما باید شروع کنیم، درسته؟ ما باید شروع کنیم و بچهای نابغمون، بچه‌ها به خدا قسم من داستان پسرمو گذاشتم پریسکول، 2 سال و نیمشه. خانم سرشار از در، حالا فکر میکنیم همه بچه های خودمون نابغه و ملیح و خوشگل و نمیدونم هنسام و چهار میلیون، حالا بفرمایید دیگه حالا همه هم دارم. از در این کودکستان که من میرم تو 20 تا 30 تا 40 تا فرشته میبینم، فرشته. هر کدوم از اینها رو میشه پرستید. آخه به قدری پاکن، به قدری چشمهاشون مهربونه، به قدری با هم رفیقن، نمیدونن دین چیه، نمیدونن سیاست چیه، نمیدونن مرز کجاست، نمیدونن رنگ پوست چیه، رنگ پوست چیه. اینقدر اینها پاکن. بعد ما این بچه ها رو میگیریم، اول از همه میایم این کارتون های وحشتناک تو تلویزیون رو براشون میذاریم که من نمیتونم کارتون سالم پیدا کنم. از باگز بانی و دونالد داک که قدیما که خودم دوست داشتم براش می‌ذارم، همش دارن می‌ذارن تو سر و کله هم دیگه. بعد میایم براشون تویگان می‌خریم. ما اصلا تو خونمون هفتیر و تیرکمون راه نمیدیم. اصلا فکر این که بچه شما هفتیر یا تفنگ اسباب بازی دستش باشه، حتی اگه آب قرار باشه بپاشه، اینا رو من فکر کنم از حالا بحث جدی شد یکم. خیلی بابا الان داشتم میگفتن دیگه، شما یواش یواش جامعه شناسی و روانشناسی و تاریخ و همه این چیزها رو به ما تو همین 15 دقیقه درس دادی. من اصلا دیگه دلم نمیخواد بذارم شما بدی، شما با قول بدی نکنه منم نابغه باشم. من گمان میکنم هستید حتما. من مطمئنم که مادر بزرگم فکر میکرده که من نابغه هستم. منم که مادر بزرگتون نیستم فکر میکنم نابغه اید. شما خواهر من هستین و من فوق العاده دوستتون دارم. محبت دارم. امیدوارم که این شنبه برای همه شنوندگان از این شنبه پر مهر و عشق و صفا باشه. حداقل هفته یه روز با هم دعوا نکنیم. آره والا. مخصوصا فردا که قراره که جام جهانی رو تقسیم کنن، خیلی متمدنانه این مسابقه رو تماشا کنیم. انشالله که با هم کتک کاری نمیکنن، گل میزنن، همدیگر رو میبوستن و خداحافظی میکنن. امیدوارم که شما همیشه سر حال باشین و من بیشتر باهاتون ملاقات رادیویی داشته باشم. من حتما بازم بیشتر سراغتون میام. قربونت. فریدگرز داوودیان نازنین. صبح شما و روز شما. همه شنوندگان عزیز. هفته خوبی داشته باشید. مرسی خدا. شنوندگان عزیز، مژگان رهبر هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر به برنامه نقش نفس و روان، برنامه تقویمی اداره بهداشت روان لس آنجلس، LA Department of Mental Health گوش کنید.
پخش زنده مسابقه فینال جام جهانی 2014 آلمان و آرژانتین یک شنبه 12 ظهر. گزارش زنده به زبان فارسی در 670 AM KIRN رادیو ایران. What would you do if you or someone you love was diagnosed with diabetes? Find treatment? Of course. But what if that same person was diagnosed with a mental illness? Not as obvious? We want to change that. The National Alliance on Mental Illness, or NAMI, works to prevent the stigma that makes living with a mental health challenge more difficult than it needs to be. NAMI California is here to help you or someone you know who's living with a mental illness. Visit NAMICalifornia.org. Support. Education. Advocacy. Sponsored by NAMI California. Aired by the California Broadcaster. اگر به فکر افزایش مشتری روزانه بیزنس خود هستید، شرکت YP بزرگترین کمپانی تبلیغات محلی در آمریکا سکوی پرتاب شماست. YP اطلاعات بیزنس شما را از طریق آنلاین، موتور جستجو، اپلیکیشن تلفن همراه، چاپ و پست مستقیم به مشتری‌های اطراف محل کسب و کارتان معرفی می‌کند. با تماس با نمایندگان فارسی زبان YP اطلاعات بیزنس خود را به رایگان ثبت کنید. 877-779-79 YP مؤثرترین وسیله رشد بیزنس شما. سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند. تلفن ارتباط 818-884-2054. برای اطلاعات به وبسایت partyorganization.com مراجعه کنید. Radio Iran. Can I please have some more? Radio Iran. Radio Iran. هفته‌ای که در پیش داره. یاران، در این بخش از برنامه سراغ یک بانوی پزشک جوان ایرانی می‌ریم که در جنوب کالیفرنیا به خدمات علاوه بر خدمات مختلف پزشکی و پایگاه فوق‌العاده قابل احترامی که در این زمینه دارن انجام میدن، به کارهای اجتماعی هم میپردازن و دستاورد یکی از جدیدترین کارهاشون رو این هفته ساکنان بی ایریا، ساوت بی ایریای لس آنجلس شاهد خواهند بود. خانم دکتر آزاده خطیبی که عضو تایید شده جامعه پزشکان و جراحان چشم امریکا هستن با فوق تخصص در اختلالات شبکیه چشم، ایشون بالاترین رتبه مولکولر سل دیولپمنتال بیولوژی رو از دانشگاه UCLA گرفتن و در این رشته فارغ التحصیل شدن. دارای دو مدرک فوق لیسانس از دانشگاه برکلی و همینطور در پابلیک هلت و دیگری در هلت اند مدیکال ساینس هستند. خانم دکتر آزاده خطیبی دکترای پزشکی خودشون رو از دانشگاه سان فرانسیسکو گرفتند که از عمده ترین دانشگاه‌های پزشکی آمریکا به شمار میره و دوره تخصصیشون رو هم در دانشگاه UC ایرواین به پایان رسوندن و چیف رزیدنت این دانشگاه انتخاب شده بودن. کارها و فعالیت‌های پزشکی این بانوی جوان ایرانی که باعث افتخار جامعه ایرانیان هست به کنار، ایشون با همراهی چند تن از دوستان و همکاران خودشون بنیاد تازه و یا اجتماع جامعه تازه رو بنیان گذاشتن تحت عنوان South Bay Persian Physicians Society، جامعه پزشکان ایرانی ساوت بی، که حالا در مورد این کار و کار و فعالیت خودشون با شما گفتگو خواهیم داشت. خانم دکتر آزاده خطیبی، خیلی خوش آمدید به برنامه من. خیلی ممنون خانم سرشار. سلام، صبح بخیر و صبح بخیر به شنوندگان عزیز.
صبح شما هم بخیر، خسته نباشین. با این همه فعالیت های مختلفی که میکنید، با این کار بسیار حساسی که دارید، جراح چشم و جراح شبکیه، و خبر موفقیت های فوق العاده زیاد شما رو میشنویم و بسیار سرافراز و سربلند هستیم که در جامعه ایرانی بانوان پزشک به این موفقیت هم هستند که برای جامعه ایرانی افتخار و سربلندی به وجود میارن، و به خصوص که شما در کنار کار پزشکی خودتون به فعالیت‌های اجتماعی هم می‌پردازید. با ما در مورد این انجمنی که درست کردین صحبت بکنید خانم خطیبی. بله خیلی ممنون. این انجمنی نوعی که ما درست کردیم، South Bay Persian Physician Society، یه انجمنی هست برای دکترها، و نه فقط دکترها، ولی دندان پزشکا، Physicians Assistant، Physical Therapist، Pharmacist ها، که توی در ساوث بی یا دورور ساوث بی کار میکنن یا زندگی میکنن. حالا من تو ولی بزرگ شدم، من اصلا وقتی کوچولو بودم اصلا درباره ساوث بی نمیدونستم، ولی ساوث بی اون محلی هست از جنوب LAX، یعنی جنوب فرودگاه، تورنج کانتی. محل خیلی بزرگیه و در این محل دکترهای فوق‌العاده‌ای هستن، و ما این انجمن رو درست کردیم که ارگنایز بشیم، و واقعا سه هدف داریم برای داشتن این انجمن. اولا برای آموزش مداوم و بحث پزشکی. خب امروز صبح که شما یه انترویو فوق‌العاده‌ای با دکتر سلیم پور داشتین درباره کانسرن‌های دکترایی که توی لس آنجلس هستن و توی لس آنجلس زندگی میکنن، و ما درباره این مشکلات و درباره مشکلات اصلا مشکلات پزشکی هم میخوایم با کانسرن‌های پزشکی با همدیگر یه فورمی داشته باشیم، حرف بزنیم، درباره‌شون یاد بگیریم از همدیگر. این خیلی مهمه، ongoing education. و من با دکتر سلیم پورم صحبت کردم که ایشون هم هوپفولی دو ماه دیگه هم بیاد برای برنامه ما صحبت بکنه، و ما ممکنه یه پارتنرشیپی اگه بتونیم درست بکنیم. چالی خوب. دومین هدف ما هست که فرهنگ ایرانی را گسترش بدیم. برای من فرهنگ ایرانی خیلی مهم هست. دو بچه دارم، میخوام اونا درباره Persian culture بدونن، و ما میتونیم با این انجمن خودمون کاری هم بکنیم که فرهنگمون رو واقعا پروموت بکنیم. سومین هدف هست آشنایی با یکدیگر، یعنی نتورکینگ، که همدیگر رو بدونیم، با هم سوشالایز بکنیم و واقعا ریلیشنشپ همون رو قوی تر بکنیم. چقدر هر سه هدف فوق‌العاده‌ایه برای این که یه گروه تحصیل کرده، جوان، پر انرژی و علاقه‌مند به هم کارهای علمی و هم فرهنگ و گذشته و امروز ایران در کنار هم اگه جمع بشید، حتما نتیجهش و دستاوردش برای جامعه بزرگتر امریکایی و جامعه ایرانی هر دو خوب خواهد بود. حتما، و خیلی ممنون. حالا ما یه میتینگ داریم این هفته، دعوت میکنیم به همه دکترها، همه دندون پزشکا، فارماسیستا، بیاین این ونزدی جولای 16 توی در شهر تورنت، توی دابل تری هتل. بله. برای شام مهمون ما خواهید بود. رجیستر بکنین، رجیستریشن آنلاین هست، وبسایتمون خیلی آسونه که www.sbpps.com. S as in Sam, B as in boy, P P S as in Sam.com. South Bay Persian Physician Society. از اون طریق میتونن که ثبت نام بکنن و بیان در اون جلسه دیدارتون که چهارشنبه 16 ماه جولای هست، ساعت 6:30 بعد از ظهر، در دبل تری هتل 21333 هاتون بولوار در شهر تورنس. درسته؟ خیلی ممنون. بله. خواهش میکنم. خانم خطیبی، این برنامه، دکتر خطیبی، این برنامه ماهانه خواهد بود دیدارتون؟ این اولین every 1-2 months to begin with. هر یک تا دو ماه برنامه داریم که دکتر سلیم پورم بیاد این میتینگ نوری میتینگ دیگه هم با ما صحبت بکنه. So من we're going to have an ongoing series. اوکی. بسیارم فکر جالبی است. امیدوارم که شما
همکارانتون، میدونم که آقای دکتر عطا ولی‌زاده، آقای بهمن بندری، دکتر بهمن بندری و دیگران با هم دیگه دست به دست هم دادید که این برنامه رو جور بکنید و فوق‌العاده است برای اینی که شبکه ایرانیانی که در کار پزشکی هستند با هم دیگه دیدار داشته باشن و ملاقات بکنن و امیدواریم نتایج خوبی هم از این دیدارهای ماهانه یا دو ماهه یک بار شما به وجود بیاد. و حالا شما در مورد رشته خودتون یک کوچولو به ما بگید که این علم پزشکی در مورد جراحی شبکیه چشم که الان گرفتاری بسیار از کسانی که از سن 60 به بالا هستن وجود داره، چقدر پیشرفت کرده، چقدر میتونیم امیدوار باشیم که این مشکلات نمیدونم مختلفی که برای چشم هست مثل مکولار دیجنریشن اینها به دست توانای شماها درست بشه؟ الان واقعا یک من وقتی میخواستم بگم در سپشلایزیشنم و تو چی بگیرم میدونستم که میخوام شبکیه بخونم، چون که الان یه وقت خیلی اکسایتینگی هست برای شبکیه، نه فقط تزریق هایی که داریم برای درمان چشم، چند دعوا داریم که میتونیم تزریق بکنیم توی چشم برای مکیولو دیجنریشن که 10-15 سال پیش نبود. قبلا 10-15 سال پیش فقط لیزر بود که لیزر دیدو اصلا کم میکرد. درسته. حالا تزریق داریم که میتونیم دیدو سیو بکنیم و خیلی این چیز خیلی اکسایتینگ هست. دومن تزریق in addition to تزریق هست جین تراپی و استم سل و ایمپلانت تکنولوژی که اینا توی 10-20 سال دیگه خیلی ادوانس میکنن و میتونیم اون کسی که یه جوری بشه که دیگه اون کسی که مثلا دیدشو از بین رفته دوباره بهش دید بدیم، مثلا از سایتشو بهش دوباره بدیم. چالی و it's starting and it's so exciting و I'm واقعا خیلی خوشحال هستم که من بتونم این کارا رو بکنم. من خودم آفیسم توی تورن، یه آفیس دیگه تو لس آنجلس دارم و یه آفیسی هم تو لانگ بیچ دارم برای اونایی که مشکل شبکیه دارن، پارگی شبکیه، macular degeneration، مشکل های قند در چشم، مشکل های مثلا پارگی یا سوراخ در نقطه ضربی چشم، تورم چشم، همین کارا رو براشون درمان هست. امیدوارم که یه فرصت دیگه باشه خانم دکتر آزاده خطیبی که در مورد تخصص خودتون مفصل تر صحبت بکنیم. برای دیدار این هفته تون آرزوی موفقیت میکنم و به امید اینکه باز هم با شما صحبت بکنیم. خیلی متشکرم. ممنون ازتون خانم دکتر آزاده خطیبی. خب دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. با سرعت از شرکت کنندگان در برنامه آقای احمد باطبی، دکتر پدرام سلیمپور، اطرت الهی، مکس امینی، دکتر صدرالدین الهی، فریبرز داوودیان، دکتر آزاده خطیبی و شما یاران خوب برنامه تشکر میکنم. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، روزهای همه شما آفتابی باشه. And have a very nice week. هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه. به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند. کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود. مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. دوشنبه از ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-442-0300 تماس بگیرید. فرزندان در خانواده‌های جایگزین فاستر کر اغلب به دلیل آزار و عدم رسیدگی لازم در مدارس با مشکلات رفتاری و یادگیری مواجه می‌شوند. برنامه آموزشی سیدز در UCLA برنامه غیرانتفاعی است که به این کودکان و پدر و مادر یا مسئولانشان کمک می‌کند تا توانایی لازم برای فراگیری دروس مدرسه و ایجاد رابطه مثبت با اطرافیان را به دست آورند. آموزگاران مخصوص و با تجربه در محیطی امن و صمیمی امکان ایجاد آینده‌ای مفید و روشن را برای فرزندان و دیگر اعضای